شب‌های روشن. نویسنده فئودور داستایوفسکی، راوی احسان اطهری. شب اول. شب قشنگی بود، شبی که تنها ممکن است وقتی خیلی جوانیم آن را شناخته باشیم. آسمان به قدری پرستاره و صاف بود که با دیدنش نمی توانستی از خود بپرسی چگونه این همه آدم های کج خلق و دمدمی مزاج می توانند زیر آن زندگی کنند. این سوال هم از عالم جوانی سرچشمه می گیرد، آن هم اوایل جوانی. اما بد نیست که انسان گهگاهی از این نوع سوالات از خود بکند. صحبت از انواع و اقسام آدم های کج خلق و دمدمی مزاج به میان آمد، اما من نمی توانم رفتار عبرت آموز خودم را در تمامی آن روز به خاطر نداشته باشم. از اول صبح دوچار نوعی مالیخولیا شده بودم. تا به خود آمدم دیدم همه مرا به دست تنهایی سپرده و رفتند. بد نیست بگویم منظور از همه چه کسانی بودند، چون من مدت 8 سال در سن پیترزبورگ زندگی کردم، اما در این مدت ترتیبی نداده بودم که حتی یک هم صحبت برای خود دست و پا کنم. اما اصلاً چرا باید این کار را می کردم؟ چون به طوری که می بینم من با همه اهالی سن پیترزبورگ رفیقم. به این علت وقتی اهالی شهر به طور ناگهانی وسایل خود را جمع کرده و به بیرون شهر رفتند، متوجه شدم که رهایم کردند. از این که تنها ماندم وحشت برم داشت. 3 روز تمام با اندوهی عمیق در خیابانها سرگردان بودم و نمیدانستم چه بلایی به سرم آمده است. باید به خیابان نفسکی یا پارک می رفتم یا در اطراف رودخانه گردش می کردم. ولی هر جا که رفتم هیچ یک از کسانی را که 1 سال تمام در همان ساعت و در همان نقطه به دیدنشان عادت داشتم نیافتم. من این آدم ها را خوب می شناسم. چهره هایشان را به طور کامل مطالعه کردم. از شادی آنان خرسند و از اندوهشان غمگین می شدم. با پیر مردی که هر روز خدا رأس ساعت مقرر در فونتانکا به هم بر می خوردیم تقریبا دوست شده بودم. او قیافه‌ای مبقر و مغموم داشت. با خودش حرف می زد و در حالی که یک عصای بلند گرهدار دست طلایی در دست راستش داشت، با دست چپ به هر طرف اشاره می کرد. توجه او هم جلب شده و علاقه ای توأم با صمیمیت نسبت به من پیدا کرده بود. مطمئنم اگر مرا در ساعت مقرر و در همان نقطه فونتانکا نمی دید، ناراحت می شد. به همین علت ما گهگاهی به هم سلامی می کردیم، به خصوص وقتی که حالمان خوش بود. یک بار که با وقفه 2 روزه همدیگر را دیدیم، به مرحله ای رسیده بودیم که کلاهایمان را به احترام از سر برداشتیم، ولی خوشبختانه به موقع جنبیدیم، دستمان را پس کشیدیم و با احساس همدردی نهفته در دلهایمان از کنار هم گذشتیم. راستی من با خانه های شهر هم دوست هستم. وقتی در خیابان قدم میزنم به نظر میرسد که همه آنها به طرف من هجوم آورده و در حالی که با تمامی پنجره هایشان به من خیره شدند با من صحبت میکنند که حالتون چطوره؟ منم خوبم. قراره در ماه می یه طبقه دیگه به من اضافه بشه. یا حالتون چطوره؟ قراره فردا تعمیرم کنن. و یا من تقریبا تو آتیش سوختم و خیلی هم ترسیدم. و از این قبیل. در میان آنها دوستان صمیمی و مورد علاقه‌ای هم دارم. یکی از آنها قرار است تابستان امسال توسط معماران مرمت گردد. هر روز به اینجا خواهم آمد تا ببینم خدای نکرده آسیبی به آن نرسیده باشد. ولی اتفاق یک خانه بسیار زیبای صورتی کمرنگ افتاد هرگز فراموش نخواهم کرد. خانه سنگی نقلی قشنگی بود و هر وقت فرصت می کردم و از مقابل آن می گذشتم لبخند دوستانه ای نثارش می کردم. در بین همسایه های بد ترکیبش غروری داشت که قلب مرا مملو از شادی می کرد. هفته قبل هنگامی که از خیابان به سمت پایین می رفتم ناگهان صدای گریه تأسف‌باری را شنیدم. اونا دارن رنگ زرد به من می زنن. به دوستم نگاه کردم. ای بیشورا، وحشیا،
آنها هیچ چیز باقی نگذاشته بودند، نه ستونی نه کتیبه‌ای. دوست من مثل یک قناری زرد شده بود، انگار که یرقان گرفته باشد. هنوز هم رغبت نمی کنم به دیدار دوست بیچاره از ریخت افتادم که به رنگ امپراتوری خورشید در آمده بروم. و بدین ترتیب می بینید که من چگونه رفیق تمامی سن پیترزبورگ شدم. قبلا هم گفتم که احساس ناخوشایندی داشتم تا اینکه بعد از 3 روز به علتش پی بردم. بیرون از منزل بیمار بودم و در منزل هم احساس اضطراب داشتم. 2 شب متوالی به مغزم فشار آوردم. چه چیزی در اتاق من به شکلی غلط چیده شده بود؟ چرا دیگر جاذبه‌ای برایم نداشت؟ چشم‌های متحیرم را بر دیوارهای سبز چرک گرفته، خرت و پرت‌های زایدی را که ماتریونا از سقف آویزان کرده بود می‌دیدم. همه اساسیه را بررسی می‌کردم، از جمله صندلی‌ها را، با این فکر که شاید ریشه مشکلات در آنها نهفته باشد. چون اگر می دیدم یک صندلی سر جای دیروزش قرار ندارد، مضطرب می شدم. خیره به پنجره نگاه می کردم. ولی همه این کارها بیفایده بود و فکرم به هیچ وجه آرام نمی شد. به سرم زد که ماتریونا را احضار کرده و به خاطر این آتو آشغال‌ها و به طور کلی بی نظمی او را پدرانه سرزنش کنم. ولی او با تعجب به من خیره شد و بدون یک کلمه حرف از اتاق بیرون رفت و به این علت تمام لوازم زاید تا امروز دست نخورده باقی ماندند. بالاخره همین امروز صبح بود که فهمیدم موضوع از چه قرار است، که چرا مردم به بیرون شهر رم می کنند. مرا به خاطر این اصطلاح مبتذل ببخشید. گرچه کار من از انتخاب کلمات مؤدبانه گذشته است، زیرا همه اهالی سن پیترزبورگ یا به بیرون شهر رفته و یا در حال رفتن بودند. در چهره هر آدم محترمی که کالسکه اجاره می کرد، من بلا فاصله مرد متین و موقری را مجسم می کردم که با عجله از شهر خارج می شود تا به خانواده خود بپیوندد. همه آنهایی که در خیابان بودند نگاه عجیبی داشتند. گویی به هر آبری می گفتند آقایون، ما موقتاً اینجاییم و تا چند ساعت دیگه شهر رو ترک می کنیم. اگر می دیدم پنجره‌ای باز می شود و نخست انگشتان لاغر سفیدی به شیشه می خورد، سپس دختر زیبایی سرش را بیرون می آورد و گلفروشی را صدا می زند، بلا فاصله کم و بیش تصور می کردم که آن گلها هرگز به این خاطر خریداری نمی شوند که مردم بخواهند از آوردن بهار و گل به یک آپارتمان دل گرفته و حزن‌آور شهر لذت ببرند، بلکه به این علت بود که آنها به زودی به حومه شهر رفته و گلها را نیز با خود می برند. علاوه بر این، من پیشرفت‌هایی در زمینه جدید و اختصاصی مطالعات قبلی خود کرده بودم که تنها با توجه به ظواهر امر به طور حتم می توانستم بگویم که اقامتگاه تابستانی هر کسی کجاست. آنهایی که از جزایر کامنی و آپتکارسکی و یا از طریق جاده پترهوف بالا آمده بودند، از رفتار با ابهت حسابگرانه، لباس‌های تابستانی آخرین مد و کالسکه‌های مجللی که آنها را به شهر می‌آوردند شناخته می‌شدند. آنهایی که از پاراگولوو و یا نقاط دوردست‌تر بودند، قابلیت اعتماد و دوراندیشیشان انسان را بلافاصله تحت تأثیر قرار می‌داد و نگاه شاد و گیرا از نظر بیننده نمایانگر این بود که طرف از اهالی جزیره کرستوفسکی است. گاهی هم اتفاق می افتاد و می دیدم صف طویلی از عرابرانها، دهنه اسب عرابه به دست، در کنار گاری های انباشته از هر نوع اساسیه، میز و صندلی و قالیچه های ترکمن و سایر مایحتاج زندگی و خروسی با کله کوچولو که در بالاترین نقطه بار کز کرده، همه اموال را سرپرستی و از مایملک صاحبش حفاظت می کند که حسنش هم به همین بود. آنها با تنبلی راه می رفتند. گاهی هم قایق‌هایی مملو از اساسیه که به سمت پایین نوا یا فونتانکا در جهت رود چورنایا یا جزایر پیش می رفتند تماشا می کردم. گاری‌ها و قایق‌ها به نظرم 10 و حتی 100 برابر می آمدند. انگار همه چیز به سمت جاده به حرکت در آمده و تمامی قافله‌ها به بیرون شهر روی آورده
و شهر سن پیترزبورگ می رود تا به یک متروک بدل شود. و اینجا بود که من شرمنده، دل شکسته و غمگین می شدم. برای من مطلقاً دلیل و مکانی برای خروج از شهر وجود نداشت. آماده بودم با هر عرابه‌ای، با هر آقای محترمی که عرابه‌ای کرایه کرده است بروم. اما هیچ کس و هیچ کس از من دعوتی به عمل نمی آورد. گویی من از یادها رفته و برای آنها بیگانه‌ای بیش نبودم. راهی طولانی را پیمودم تا آنجا که طاقتم را کاملا از دست دادم و این طبیعی بود تا اینکه ناگهان خود را در برابر دروازه شهر یافتم. بلافاصله احساس خوشحالی کردم. از راه بند گذشتم. در میان مزارع شخم خورده و چمنزارهای بیزار از خستگی قدم زدم و با تمام وجود دریافتم که وزنه سنگینی از روی قلبم برداشته می شود. همه آنهایی که مرا پشت سر می گذاشتند نگاهی دوستانه به من انداخته سلام می کردند. همه از چیزی خوشحال بودند و سیگاری به لب داشتند. من هم علی‌رغم گذشته شاد بودم. انگار خودم را در ایتالیا می دیدم. من نیمه بیماری که از فشار دیوارهای شهر تقریباً به حال خفگی افتاده بودم، اینک خود را جزئی از طبیعت احساس می کردم. در حومه شهر سن پیترزبورگ، یک چیز مبهم رقت‌انگیز وصف ناپذیر وجود داشت. زمانی که با آمدن بهار، طبیعت تمامی نیرو و توان خود را که خدا به او عطا کرده به نمایش می گذارد، هنگامی که زیورالاتش را به تن کرده، خود را با شاخ و برگ و گلهای زیبا می آراید، این مسئله مرا به دلایلی به یاد دختر جوان مسلول بیماری می اندازد که شما گاهی با رقت و با نوعی محبت همراه با دلسوزی دیگران و در این حال بی توجه به سایرین به اون می نگرید. اما ناگهان برای یک لحظه زیبایی حیرت آور و غیر قابل توصیف و غیر منتظری را در او کشف می کنید و گیج و مبهوت اجباراً از خود می پرسید چه نیروی این آتش را در آن چشمان اندوهگین و آزرده انداخت؟ چه چیزی به این گونه های رنگ پریده کم خون رنگ پاشید؟ چه چیزی در این چهره جذاب شور دمید؟ آغوش او؟ چه چیزی اینقدر ناگهانی توان زندگی و زیبایی را به چهره این دختر بیچاره بخشید که صورتش با لبخندی این چنین تابان و با خنده‌ای به اینسان درخشان شد؟ به اطراف خود نگاهی انداخته دنبال دلیل می گردید. سپس شروع به درک مسئله می کنید. لکن لحظه ای بعد و شاید فردا بار دیگر همان نگاه اندوهگین و بیحال، همان چهره کمخون، همان حالت تواضع و کمرویی را میبینید و پشیمانی و یا حتی دلتنگی مبهم و رنجش برای یک لحظه الهام را. و از اینکه زیبایی این گل یک روزه اینقدر سری پژمرده و این جلوه فریبامیز و بیهوده بوده است، غم به دلتان میریزد. متاسف می شوید که حتی فرصت اظهار عشق به او پیدا نکرده اید. اما شما هرچه دلتان می خواهد بگویید. شب من بهتر از روزم بود و اتفاقی که افتاد این بود. وقتی به شهر برگشتم خیلی دیر شده بود. قبل از اینکه به خانه نزدیک شوم ساعت از 10 می گذشت. راه من در طول کانال ادامه پیدا می کرد. جایی که در آن وقت شب پرنده هم پر نمی زد. البته واقعیت داشت که محل سکونت من در دورترین نقطه شهر قرار دارد. راه رفتم و آواز خواندم. برای اینکه وقتی خوشحالم آهنگی را دائما در زیر لب زمزمه می کنم. مثل هر آدم خوشحالی که دوست و آشنایی ندارد تا او را در شادیهایش شریک کند. و ناگهان غیر منتظر ترین ماجرا برایم رخ داد. کمی آن طرفتر زنی چسبیده به نرده ها ایستاده و با وضعیتی که به شبکه تکیه داده بود ظاهراً به نظر می رسید محو تماشای آب گلالود کانال است. روسری زرد زیبایی به سر و ژیلت مشکی کوچولوی قشنگی به تن داشت. با خود گفتم چه خانم جوان و جذابی. ظاهراً صدای پای مرا نمی شنید. هنگامی که با نفس حبس شده و ضربان شدید قلب از کنارش گذشتم،
هیچ توجهی نکرد. گفتم عجیبه، باید عمیقا تو فکری چیزی باشه. و ناگهان در جا خشکم زد. فکر کردم صدای هق هق خفه گریه ای را می شنوم. بله درست بود، دخترک می گریست. او باز هم و باز هم هق هق کنان گریه را ادامه داد. خدای من، دلم لرزید چون از زنها خجالت می کشیدم. این لحظه برایم استثنایی بود. برگشتم، یک قدم به طرف او برداشتم و مطمئنن به صدای بلندی گفتم: خانم، آیا نمی دانستم که این فریاد هزاران بار در نوول‌های عاشقانه روسی به زبان آمده است؟ این فکر متوقفم کرد. در حینی که در ذهنم به دنبال کلمه مناسبی می گشتم، گریه دختر قطع شد. به اطرافش نظر انداخت، خودش را جمع و جور کرد و چشمانش را به زمین دوخت و لرزان از کنار من در طول دیواره کانال گذشت. فوراً تعقیبش کردم، ولی وقتی صدای پای مرا شنید از عرض خیابان گذشت و در سمت دیگر در پیاده رو به راه افتاد. جرأت نداشتم از خیابان عبور کنم. قلبم مثل قلب پرنده اسیری می زد و در اینجا تنها شانس بود که به دادم رسید. ناگهان مرد جا افتاده ای را دیدم، از نظر سن نه رفتار، که لباس شب پوشیده بود و در پیاده رو نزدیک دختر ظاهر شد. به هنگام راه رفتن تلو تلو می خورد و با چسبیدن به دیوار خود را سر پا نگه می داشت. دختر به چابکی و سبکبالی یک تیر شتاب برداشت. همانطوری که همه دخترها وقتی نمی خواهند هنگام شب کسی آنها را تا منزلشان همراهی کند، مرد با وضعی که داشت به هیچ وجه نمی توانست به او برسد. البته اگر تقدیری که زندگی مرا در دست داشت او را نیز در برداشتن گام های سری کمک نمی کرد. ناگهان مردک بدون یک کلمه حرف به جلو پرید و رد او را گرفت. دخترک مثل باد سری بود و مرد لغزان به دنبال او می رفت، اما بالاخره او را به چنگ آورد. دخترک فریاد زد و من از اقبالم به خاطر عصای گرهدار زیبایی که همیشه در دست راستم دارم متشکرم، زیرا در یک چشم به هم زدن خودم را به آن سوی خیابان رساندم. مرد سمج بلافاصله فهمید چه چیزی انتظارش را می کشد و در مقابل مجادله مقاومت ناپذیر عصا تسلیم شد و بدون اینکه حرفی بزند عقب کشید و تنها وقتی که از ما دور شد کلمات رکیکی را به اعتراض گفت. ولی ما به سختی صدای او را شنیدیم. به خانم جوان گفتم: دستتو بده من، اون دیگه جرأت نزدیک شدن به ما رو نداره. بدون هیچ حرفی دستش را که هنوز از ترس و خشم می‌لرزید به من داد. آه ای مرد ناشناس، چطور میتونم از شما تشکر کنم؟ نگاه فراری به او دوختم. شیرین بود و سبز رو. درست حدس زده بودم. نمیدانم مژه‌های سیاهش هنوز به علت اشکی که همینک از روی ترس ریخته بود می‌درخشیدند یا برق اندوهی تازه بود، ولی لبخند روشنی قبلاً روی لبانش نشسته بود. او هم دزدکی نگاهی به من انداخت، کم کم سرخ شد و سرش را پایین افکند. حالا دیدی که نباید از من فرار می‌کردی؟ اگه من همراهت بودم هیچ اتفاقی برات نمی‌افتاد. اما من که تو رو نمی‌شناختم. فکر کردم تو هم، یعنی حالا منو میشناسی؟ یکم. حالا برای شروع آشناییمون به من بگو چرا میلرزی؟ اوه، پس تو بالاخره حدس زدی و فوراً فهمیدی با کی طرفی. از اینکه بانوی جوان من اینقدر زیرک بود خوشحال شدم. امتیاز مضاعف زیبایی. درسته، من از خانم خجالت میکشم. اعتراف میکنم که الان مثل یه دقیقه قبل تو مضطربم. الان یه احساس ترس دارم، مثل اینکه دارم خواب میبینم. حتی تو خوابم فکرشو نمیکردم که روزی با یه زن صحبت کنم. واقعا فکرشو نمیکردی؟ آره، من اگه دستم میلرزه به خاطر اینه که تا حالا به دست قشنگ و کوچولویی مثل دست تو نخورده. من برای زنا کاملا بیفایده بودم، یا احتمالا به دردشون نمیخوردم. من کاملا تنها، میدونی؟ من حتی نمیدونم چطوری با اونا حرف بزنم. حالا مطمئن نیستم که حرف بدی به تو نزده باشم. راستشو به من بگو، مطمئن باش اصلا ناراحت نمیشم. اوه نه نه نه، برعکس. اما اگه اصرار داری با تو رو راست باشم بهت میگم.
خجالت مختص خانوم هست و اگه میخوای بیشتر بدونی باید بگم که منم خجالتی هم. اما تا منو به خونه نرسونی دست از سرت بر نمیدارم. تو داری وادارم میکنی که خیلی زود خجالت رو کنار بذارم و در این صورت خدا حافظه ای تنها وسیله‌ای که داشتم. وسیله؟ وسیله چی؟ این دیگه اصلا حرف خوبی نبود. ببخش منو، دیگه تکرار نمیکنم. اون فقط یه اشتباه لفظی بود. اما تو فکر نمیکنی ممکنه که در چنین لحظه‌ای آرزو نداشته باشم که دوستت داشته باشم؟ خب آره دیگه. با من مهربون باش. به خاطر خدا هم که شده با من مهربون باش. فکر کن که من چیم؟ من یه جوون 26 سالم که تا حالا هیچ کسو نمیشناختم. خب در این صورت چطور میتونم خوب و سنجیده حرف بزنم؟ برای تو هم بهتره. اگه همه چی برات روشن باشه خب برای تو هم بهتره دیگه. وقتی قلبم داره از جا کنده میشه نمیتونم لالمونی بگیرم. میدونم شاید باور نکنی ولی من نه زنی نه دوستی هیچ کسو ندارم. تنها کاری که میکنم اینه که خیال میکنم یه روزی تو یه جایی بالاخره یکی رو میبینم. وای که اگه بدونی من چقدر اینطوری عاشق شدم. ولی چطوری؟ عاشق کی؟ نه هیچ کس، فقط تو ذهنم. عاشق هر کی که تو خیالمه. همه ی عشقای من خیالی بودن. حقم داری، تو منو نمیشناسی. البته من تا حالا دو سه تا زنو دیدم ها، ولی چه جور زنایی بهت بگم؟ زنای خونه دار، زنای... اما ولش کن، بذار میخوام الان یه چیزی بگم که تو رو بخندونه. بعضی وقتا فکر کردم که تو خیابون با یه خانم اشرافی به طور غیر منتظره ای سر صحبتو باز کنم. البته اگه تنها باشه، یه گفتگوی دوستانه با احترام و با احساس. بهش بگم که داشتم از تنهایی دق میکردم. ازش بخوام که منو از خودش نرونه، چون هیچ راه دیگه ای برای آشنایی با یه خانم نداشتم. اونو وادار کنم که بفهمه بخشی از وجودش به عنوان یه زن میخواد درخواست صمیمانه یه مرد غمگین مثل منو بشنوه. و بالاخره تنها چیزی که میخوام اینه که دو کلمه حرف محبت آمیز خواهرانه به من بزنه، نه فوراً از خودش دور کنه، به حرفای من توجه کنه، به چیزی که باید میگفتم و گفتم گوش بده. اگه خوشش اومد بروم لبخند بزنه و کمی هم بهم امید بده و دو کلمه حرف بزنه، فقط دو کلمه. حتی اگه قرار باشه دیگه هیچ وقت هم دیگه رو نبینیم. میبینم که داری میخندی. البته خب به خاطر همین لبخنده که این حرفا رو بهت گفتم. ناراحت نباش، من فقط به این میخندم که تو دشمن خودتی. برای اینکه اگه امتحان میکردی شاید موفق میشدی. حتی اگه تو خیابون اتفاقی میافتاد هرچی ساده تر بهتر. هیچ زنی با یه قلب مهربون جرأت نمیکنه که بدون زدن دو کلمه حرفی که اونقدر صمیمانه ازش خواستی تو رو از خودش برونه. مگه اینکه البته اون زن احمق یا از جایی ناراحت بوده باشه. وای خدا من دارم چی میگم؟ البته شاید تو رو با یه دیوونه عوضی میگرفت. شاید دارم زود قضاوت میکنم. من درباره آدمای این دنیا خیلی کم میدونم. آه ممنونم، تو نمیتونی بفهمی با من چه کردی. راستی اول از همه بگو ببینم تو از کجا فهمیدی من از اون زناییم که خب فکر کردی ارزش توجه و دوستی تو رو داره. خلاصه اینکه من یه زن خونه دار جوری که در ذهن تو هست نیستم. آ چرا خودتو به خطر انداختی و پیش من اومدی؟ چرا؟ چون تو تنها بودی. اون آقا هم خیلی گستاخ بود. الانم که شبه. قبول کن که وظیفه ی آدمه که نه نه نه، قبل از اون اتفاق اونجا اون طرف خیابون تو میخواستی بیای پیش من، نمیخواستی؟ اونجا؟ اون بر خیابون؟ واقعا نمیدونم چطوری بگم. فکر میکنم میدونی من امروز خیلی خوشحال بودم. قدم زدم و آواز خوندم، رفتم بیرون شهر. قبل از این هرگز چنین خوشحالی یا تجربه نکرده بودم. تو خب اما ممکنه من چه میدونم خیال کرده باشم. ببین منو ببخش اگه خوب یادم نمیاد، من خیال کردم تو داری گریه میکنی و منم نتونستم تعامل کنم. گریت قلبا ناراحتم کرد. ای خدای مهربون، ممکنه به خاطر این ناراحت شده باشم. ببینم این گناهی که نسبت به تو احساس محبت برادرانه ای داشته باشم. آه خدایا منو ببخش، گفتم محبت. خب اصلا یه کلمه بگو، من با اومدنم پیش تو ناراحتت کردم؟ بسه دیگه، چیزی نگو، بسه. دخترک این جملات را گفت و در حالی که دستم را میفشرد ادامه داد، تقصیر خود من بود، خودم باعث شدم. اما خوشحالم که در مورد تو اشتباه نکردم. خیلی خوب رسیدیم، من باید بپیچم تو این کوچه، یکی دو قدم بیشتر نموده.
خداحافظ، ممنونم. این میتونه به این معنی باشه که ما دیگه هیچ وقت هم دیگر رو نمیبینیم. همش همین بود. دخترک خندی. خب تو که داشتی میگفتی از اولم منظورت این بود فقط دو کلمه حرف بزنی. البته خب نمیدونم، شاید بازم همدیگر رو دیدی. من فردا همینجام. ببخش، مثل این که دارم خیلی سماجت میکنم. آره تو هم کم حوصله هستی و هم تقریبا خیلی سمج. خواهش میکنم گوش کن. منو ببخش اگه دوباره چیزی میگم که ببخشید، واقعا نمیدونم چی بگم. اما در مورد من اینطوریه، باید فردا بیام اینجا. من یه آدم رویاییم، خیلی کم تو واقعیت زندگی میکنم. همچین لحظاتی تو زندگیم به قدری کم برام پیش میاد که باید بارها و بارها اونا رو فقط تو خواب ببینم. من سراسر امشب خواب تو رو میبینم. همه یه هفته، همه یه سال فقط خواب تو رو میبینم. فردا مطمئنن میام اینجا. من همین نقطه در همین ساعت. و از اینکه اینو هی بهت یادآوری میکنم هم خیلی خوشحالم. این محل از قبل برای من عزیز بوده. من از این جور جاها دو سه تا تو سن پیترزبورگ سراغ دارم. یه بار حتی خاطراتم منو به گریه انداختن، مثل تو. کی میدونه، شاید تو هم چند لحظه قبل برای خاطراتت گریه میکردی. منو ببخش، من بازم از خود بی خود شدم. شاید تو هم یه وقتی لحظات شادی تو اینجا داشتی. خیلی خوب، فکر کنم فردا ساعت 10 بیام اینجا. میبینم که بیشتر از این نمیتونم مانعت بشم. موضوع اینه که من باید اینجا باشم. فکر نکن دارم باهات قرار میذارم. بهت گوش زد میکنم که به خاطر یه دلایلی که برای خودم دارم باید بیام. فقط یه چیز دیگه. ببین، خیلی روک بهت میگم. اشکالی نداره که تو هم باشی. اولا ممکنه که مثل امشب یه وقتی مسئله ناگواری پیش بیاد. ولی نکته فقط این نیست. خلاصه این که خیلی راحت بگم، من دوست دارم ببینمت. دو کلمه باهات حرف بزنم و خب، ولی فعلا راجع به من قضاوت جدی نکن. باشه؟ فکر نکن که من خیلی راحت میتونم با تو آزادانه قرار بذارم و این بارم این کارو نکردم. اگه فقط بذار اصلا رازمو پیش خودم نگه دارم، هرچند به یه شرط. به یه شرط؟ خب بگو، با من حرف بزن، همین حالا بگو. من با هر شرطی موافقم، من برای هر چیزی آماده هم. دارم از ته قلبم میگم، من مطیعتم و برات احترام قائلم. تو دیگه الان منو میشناسی. چون میشناسمت فردا دعوتت میکنم. من تو رو کاملا شناختم، ولی یادت باشه به یه شرط میام که اولا یه وقت عاشق من نشی. بهت اطمینان میدم که من حاضرم دوستت باشم. لطفا دستتو بده من، ولی به هم قول بده که عاشق من نشی. ازت خواهش میکنم. باشه، قسم میخورم. نه قسم نخور، بیا. میدونم مستعدی که مثل باروت منفجر بشی. به حرفی که زدم اهمیت نده. اگه فقط میدونستی که... آره خب، منم کسی رو برای حرف زدن ندارم، کسی که باش مشورت کنم. البته خیابون جایی نیست که آدم دنبال مشاور بگرده، ولی تو یه استثنایی. من تو رو خوب درک میکنم. به نظر میاد که ما 20 ساله با هم دوستیم. تو عهدتو نمیشکنی. میشکنی؟ حالا میبینی، با اینکه نمیدونم چند ساعت آینده رو زنده میمونم یا نه. الان برو بگیر بخواب، راهش اینه. شب بخیر. منو یادت باشه و یادت باشه که بهت اعتماد کردم. چقدر خوب گفتی که رو هر احساسی، حتی رو محبت برادرانه، نباید حساب کرد. میدونی؟ اینقدر خوب گفتی که فوراً تصمیم گرفتم بهت اعتماد کنم. خدای من، اما چطوری؟ چه اعتمادی؟ به امید دیدار تا فردا. بذار تا اون موقع به شکل یه راز بمونه. برای تو خیلی بهتره. مثل یه عشق، حتی اگه تو عالم خیال باشه. شاید فردا همه چی رو بهت گفتم، شاید هم نه. فردا بیشتر باهات حرف میزنم و همدیگر رو بهتر میشناسیم. باشه باشه، منم فردا همه چی رو راجع به خودم بهت میگم. اما خب الان چی بگم؟ مثل اینکه برای من معجزه اتفاق افتاده. خدای من، من کجام؟ خواهش میکنم بگو ناراحت نیستی که همون لحظه اول منو از خودت نروندی. ببین، میشه خواهش کنم دو دقیقه دیگه هم اینجا وایسی؟ خیلی خوشحالم میکنی. آره خوشحال. کی میدونه، شاید تو منو با خودم آشتی دادی، تردیدامو از بین بردی، شاید من افسون شده باشم. خب فردا همه چیزو بهت میگم، تو هم همه چیزو به من بگو. باشه؟ خیلی خوب باشه، اما تو اول شروع میکنی. باشه اگه تو بخوای. خداحافظ. خداحافظ. از هم جدا شدیم. من تمام شب را قدم زدم، نمیتوانستم خودم را راضی کنم که به خانه بروم. خیلی خوشحال بودم. تا فردا.
شب دوم. در حالی که هر دو دستم را در دستایش گرفته بود، با خنده گفت دیدی زنده موندی؟ من 2 ساعته که اینجام. تو نمیتونی تصورشو بکنی که امروز برام چه روزی بود. میتونم، ولی بریم سر اصل مطلب. میدونی چرا اینجام؟ من نیومدم که مثل دیشب راجع به چیزای جزئی صحبت کنم. اما حالا ما در آینده باید عاقلانه تر عمل کنیم. من دیشب مدت زیادی راجع به این مسئله فکر کردم. خب چطوری باید معقول تر باشیم؟ من که به نوبه خودم مشتاقم، اما واقعیت اینه که این معقول ترین چیزیه که در تمام عمرم برای من اتفاق افتاده. واقعا؟ اولا باید ازت بخوام که اینقدر دستای منو فشار ندی. بعدش هم میخوام بگم که امروز مدت زیادی راجع به تو فکر کردم. خب و رأی صادره چیه؟ رأی اینه، ما باید همه چیزو از اول شروع کنیم. چون امروز صبح من به این نتیجه رسیدم که اصلا تو رو نمیشناختم، که دیشب مثل یه بچه رفتار کردم، مثل یه دختر احمق، و طبیعتا تقصیر قلب بیالایش خود منه. به عبارت دیگه با تعریف از خودم به آخر خط رسیدم، درست مثل وقتی که یه نفر شروع میکنه به بررسی کارای بقیه. و به این جهت برای اصلاح تقصیر خودم تصمیم گرفتم که همه چی رو با جزئیات در مورد تو کشف کنم. ولی چون کس دیگه ای نبوده که از اون پرسجو کنم، خودت باید همه چی رو به من بگی، همه ی رازاتو. حالا تو چجور آدمی هستی؟ زود باش جواب بده. سرگذشت زندگی تو به هم بگو. سرگذشت زندگیمو؟ سرگذشت من؟ ولی کی به تو گفته که من سرگذشتی دارم؟ من هیچ سرگذشتی ندارم. اگه نداری پس چطوری زندگی کردی؟ زندگی من اصلا سرگذشتی نداشته. من جدا از همه زندگی کردم، کاملا تنهای تنهای تنها. میدونی تنها یعنی چی؟ ولی چطوری تنها؟ منظورت اینه که هیچ وقت هیچ کسی رو ندیدی؟ او نه، من گهگاهی بعضی از آدم ها رو دیدم، ولی با این وجود من خیلی تنها. تو تا حالا با هیچ کس هم صحبت نشدی؟ به مفهوم خاص کلمه نه. پس تو چه جور آدمی هستی؟ خب برام توضیح بده. نه وایسا، یه دقیقه صبر کن، فکر کنم بدونم. تو هم احتمالاً مثل منی. من یه مادر بزرگ کور دارم که به خاطر اون مدت هاست که هیچ جایی نمیتونم برم. به این ترتیب عادت به حرف زدن و از دست دادم. یه بار 2 سال پیش یه شیطنتی کردم و اون برای اینکه مواظب من باشه راهی نداشت به غیر از اینکه لباسمو با یه سنجاق قفلی وصل کرد به لباس خودش. اینطوری ما مدت هاست به همدیگه سنجاق شدیم. از اون روز تا حالا اون میشینه و جوراب میبافه، هرچند که کوره، و منم باید کنارش بشینم و خیاطی کنم یا با صدای بلند براش کتاب بخونم. وضع عجیبیه نه؟ یه نفر رو 2 سال تموم به یه جایی سنجاق کنن. خدای من چه بدبختی بزرگی. اما نه، من اصلا مادر بزرگ ندارم. اگه نداری پس چه چیزی باعث شده که تو خونه بمونی؟ ببینم میخوای بدونی من کیم؟ آره البته که میخوام. به طور دقیق؟ دقیقه دقیق. خیلی خوب، من یه آدم استثنائیم. آدم استثنائی؟ چجور استثنائی؟ دختر فریادی کشید و چنان خنده ای سر داد که انگار 1 سال تمام فرصت خندیدن نداشته است. تو جالبترین آدمی هستی که وجود داره. ببین اونجا یه نیمکت هست، بیا بشینیم. هیچ کس اینجا نمیاد و هیچ کس هم صدای ما رو نمیشنوه. تو سرگذشته تو تعریف کن، چون من هرچی هم که بگی بازم میدونم تو داری یه چیزی رو از من مخفی میکنی. اول از همه هم این که بگو معنی استثنایی چیه؟ خب استثنایی، آدم استثنایی یه انسان غیر عادیه، نوعی مضحک از یه انسان. این را گفتم و در خنده بچگانه شریک شدم. استثنایی بودن خصوصیتیه که خب یکی داره دیگه. گوش کن، میدونی آدم رویایی به چه کسایی گفته میشه؟ خدای من رویایی؟ کی نمیدونه؟ من خودم یه آدم رویاییم. وقتی پیش مامان بزرگم نشستم، بعضی وقتا یه چیزایی به ذهنم میرسه و شروع میکنم به خیال بافی. این خیالات گاهی به قدری منو از خودم دور میکنن که یه دفعه میبینم دارم با یه شاهزاده چینی عروسی میکنم. میدونی؟ بعضی وقتا خوبه که آدم رویایی و خیالاتی باشه. اما نه، شایدم خوب نیست، نمیدونم. مخصوصا اگه موضوع دیگه‌ای برای فکر کردن وجود نداشته باشه. جملات آخر را با قیافه جدی ادا کرد. عالیه،
حالا که تو خودت رو دیدی که با یه شاهزاده چینی عروسی میکنی، کاملا قادر به درک من هستی. پس حالا گوش کن. اما صبر کن، یه لحظه صبر کن. من هنوز اسم تو رو نمیدونم. وای، یعنی تو تا الان به این مسئله فکر نکرده بودی؟ خدای من، اصلا به ذهنم خطور نکرد. میدونی بدون دونستن اسمت هم به اندازه کافی خوشحال بودم. اسم من ناستنکاست. ناستنکا؟ همین؟ آره دیگه همین. کافی نیست آدم حریص؟ کافی؟ نه برعکس، خیلی هم زیاده، زیادتر از زیاد. ناستنکا، میدونی تو دختر مهربونی هستی که اجازه میدی از همین الان تو رو ناستنکا صدا بزنم. امیدوارم که باشم. خیلی خوب، حالا ادامه بده. آره دیگه ناستنکا، به این سرگذشت جالب گوش کن. پهلویش نشستم، حالت موقری به خود گرفتم و انگار که قطعه ای را از حفظ میخوانم شروع کردم. ممکنه تو ندونی ناستنکا، ولی تو سان پترزبورگ جاهای عجیب غریبی هست. یه جایی هست که خورشید معمولی تا حالا به اونا حتی دزدکی هم سرک نکشیده، اما آفتاب دیگه هم هست که به اونجا میتابه. آفتاب تازه، مخصوص جاهای دور افتاده و نور به خصوص و متفاوتی و روی همه چیز میندازه. زندگی توی اون مناطق دور افتاده دنیای دیگه ای داره و به هیچ وجه شبیه زندگی ما نیست. یه نوع زندگیه که میتونه خاص امپراتوریای عجیب و افسانه‌ای باشه و کلن نه لزومن در سیاره ما و در همین زمان واقعی ما باشه. و این زندگی ترکیب به خصوص چیزی خیالی، ایدئالیستی، پرشور و همینطور در این حال عریان و مبتذل و معمولی. اگه نگیم که به طور غیر قابل باوری مبتذل. وای خدای من چه مقدمی؟ عجیبه، وای خدا، تعجب میکنم چه چیزایی دارم میشنوم. ناستنکا، فکر میکنم هیچ وقت از گفتن اسمت خسته نشم. ناستنکا، حتما شنیدی که در محله های دور افتاده آدم های عجیبی خونه دارن. آدم های رویایی، یه آدم رویایی، البته اگه تو معنی دقیق این کلمه رو بدونی، یه آدم نیست، موجودی خونسا، میفهمی؟ این موجود معمولاً تو گوشه غیر قابل دسترسی زندگی میکنه. انگار داره خودشو از نور روز پنهان میکنه و وقتی توی لاک خودش میره مثل یه حلزون به اون میچسبه، یا در این مورد شبیه اون حیوان جالب میشه که خونه و حیوان یکی هم، مثل لاک پشت. چرا اون حیوان به این چهار دیواری که رنگش هم معمولاً سبزه، دیوارای دود زده بی اندازه چرک اینقدر علاقه داره؟ فکرشو کردی؟ چرا وقتی یکی از معدود دوستاش میاد تا سری بهش بزنه و تازه به این نتیجه هم رسیده که دیگه دوستی براش باقی نمونده، این مرد محترم مضحک با مهموناش با یه وضع گیج برخورد میکنه؟ چرا این همه ناراحته؟ قیافش اونقدر از شکل طبیعی خارج شده که انگار همین الان توی اون چهار دیواریش مرتکب جنایتی شده، یا اینکه داشته اسکناس چاپ میکرده یا یه شعری میسروده که برای مجله‌ای بفرسته. شعری زمیمه یه نامه بدون امضا به این مضمون که خود شاعر مرده. ولی اون، منظورم دوستش، وظیفه وجدانی خودش میدونه که این اشعار رو برای چاپ بفرسته. چرا؟ به من بگو ناستنکا، چرا صحبت اونا اینقدر کش داره؟ چرا نه خنده ای هست و نه نشونی از لطیفه و بذله ای از جانب مهمان گیج شده، در شرایطی که خیلی هم به خنده و شوخی علاقه منده؟ ناستنکا که در تمام این مدت به من خیره شده بود و با تعجب گوش می داد، با چشمانی گشاد و لبانی باز توی حرفم پرید که من میگم نظری ندارم که چرا همه این اتفاق افتاده، یا اینکه به طور کلی چرا همه این سوالای خنده دارو داری از من می پرسی. اما چیزی که من به طور مشخص می دونم اینه که همه اون تجربیات از اول تا آخرشون برای خودت پیش اومدن؟ من با جدیترین قیافه ممکن گفتم بدون شک. او گفت خیلی خوب، ادامه بده. اگه این طوره که خیلی دلم میخواد بدونم آخرش چی میشه. ناستنکا، تو میخوای بدونی که قهرمان توی اون کنج دور افتادش چی کار میکرد، یا اینکه من که قهرمان داستانمم چرا دیدار غیر منتظره دوستم تعادلمو به هم زد و تمام روز منو مشوش کرد؟ تو میخوای بدونی وقتی در به طور ناگهانی باز شد چرا من سراسیمه از جا پریدم؟ چرا قادر نبودم از مهمانم به خوبی پذیرایی کنم؟
ناستنکا پاسخ داد. آره همینه، من میخوام همینو بدونم. ببین تو خیلی خوب داری تعریف میکنی ها، نمیشه حرفاتو اینقدر رسمی نزنی؟ چون یه جوری صحبت میکنی که انگار داری از رو کتابی چیزی میخونی. در حالی که به زحمت جلوی خنده‌ام را گرفته بودم با صدایی گرفته و عبوس جواب دادم. ناستنکای عزیزم، من مثل روح شاه سلیمانم که بعد از مدت‌ها حسارت از یه بطری 7 بار مهرموم شده سرانجام اونو شکستم و بیرون اومدم. ناستنکای عزیزم، حالا که بعد از اون جدایی طولانی هم دیگر رو دیدیم، چون من تو رو از مدت‌ها پیش میشناختم. ناستنکا، من مدت مدیدی دنبال یکی بودم و این میرسونه که اون یه نفر تو بودی و این ملاقات از پیش مقرر شده بود. هزاران فکر به مغزم راه پیدا کرده و باید مفری به کلماتم بدم، در غیر این صورت خفه میشم. و به این خاطر که ازت میخوام حرفم را قطع نکنی. ناستنکا، لطفاً با تواضع و دقت اونا رو بشنو و الا سکوت میکنم. نه 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 نه، حرفتو بزن، بگو بگو، من دیگه حتی یک کلمه هم حرف نمیزنم. خیلی خوب، پس گوش کن. یه ساعت از روز هست که من خیلی به اون علاقه مندم. عزیزم ناستنکا، اون لحظه موعود زمانیه که غالباً کار روزانه تموم میشه. کارمندا و تاجرا و به طور کلی هر کسی که با عجله رهسپاره خونشه شامی میخوره و چرتی میزنه و یا عصر و شب و زمان بیکاریشو همونطوری که در حال رفتن با شتاب به سمت خونه است برنامه ریزی میکنه. در اون ساعت قهرمان ما هم ناستنکا، تو باید بهم اجازه بدی که این قصه رو از زبان شخص سالس تعریف کنم، برای اینکه خجالت میکشم همه این مطالب رو به خودم نسبت بدم. و به این خاطر قهرمان ما هم که روزش به بتالت نگذشته با بقیه همگام میشه، ولی صورت رنگ پریده و کمخونش از لذتی کنجکاوانه در تب و تابه. اون خورشیدو که آروم آروم در آسمون سرد سن پیترزبورگ در حال پایین رفتنه، البته نه بی تفاوت، تماشا میکنه. دروغ گفتم، اونو تماشا نمیکنه، بلکه با حواس پرتی به یه چیز دیگه فکر میکنه، انگار که خسته باشه یا یه چیز دیگه نظرشو جلب کرده باشه، یه چیز جالبتر. اینطوری تنها چیزی که اون میتونه از دنیای اطراف خودش ذخیره کنه یه لحظه زود گذره اتفاقیه. اون خوشحاله که کارای رنجاورش تا فردا تموم شده، مثل یه محصل مدرسه‌ای که از کلاس مرخص شده و آزاده که از مدرسه بره بیرون و دنبال بازی و تفریح مورد علاقش باشه. درست نگاش کن ناستنکا، فوراً میبینی که این لذت قبلاً روی اعصاب ضعیف و مخیله بیمارش اثر گذاشته. حالا دیگه اون در تصورات واهی خودش گم شده. به نظر تو الان این شامی که فکر اونو به خودش مشغول میکنه یا تفریحات شبانه؟ اون به چه چیزی زل زده؟ به اون آقا که در حال تعظیم به خانومیه که توی کالسکه مجللی نشسته و با اسبای بادپا کشیده میشه و در حال عبوره؟ نه ناستنکا، در حال حاضر همه اون مسائل جزئی براش چه مفهومی دارن؟ اون با ثروت دنیای به خصوص خودش غنی شده و کاملا ناگهانی هم به این ثروت رسیده. بی خود نبود که شعاعهای تجزیه شده ی خورشید در حال غروب با این خوشحالی در مقابل اون خودنمایی قلبشو گرم و اونو میزبان هوساش میکرد. اون به ندرت توجهش به جاده‌ای که همین یه لحظه پیش با مسائل جزئی با اون برخورد داشت جلب میشه، برای اینکه قبلاً الهه ذوق، البته اگه آثار ژوکوفسکی رو خونده باشی، ریسمان طلایی و بلهوسانه بر دوک خودش پیچیده و شروع به بافتن نسوج رویاهایی برای اون میکنه. رویاهای یه زندگی افسانه یا دلنشین. و چه کسی میدونه؟ شاید با دستای جادوییش پیاده روی سنگ خارایی و که از خونه اون شروع به آسمون 7 منتهی میشده گردگیری کرده. اگه تو اونو نگه داری و یه دفعه ازش بپرسی که کیه و در کدوم خیابونا قدم زده، احتمالاً نمیتونه چیزی رو به یاد بیاره، به خاطر نمیاره کجا بوده، و در حالی که از ناراحتی سرخ میشه مطمئناً با بیان قصه‌ای که اختراعش کرده وقار خودشو حفظ میکنه.
و به این دلیله که سخت تکون میخوره و تقریبا فریاد میزنه و با وحشت به اطراف خودش نگاه میکنه وقتی که خانم پیری محترمانه در وسط پیاده رو متوقف و از اون آدرس میپرسه. اون وقت اون با ناراحتی ترش میکنه و به راه خودش ادامه میده و به زحمت متوجه آبرینی میشه که به اون لبخند میزنن و بر میگردن که از پشت سر نگاهش کنن. اون به دنیای واقعی اهمیتی نمیده. من و تو از نقطه نظر تخطیر شده یا اون داریم یه زندگی کند، تنبل و لطیف و اداره میکنیم. از نقطه نظر اون همه ما از اقبال خودمون ناراضییم. زندگی رو خسته کننده میبینیم. و در حقیقت ببین ما چقدر نسبت به همدیگه سرد و عصبانی به نظر میاییم. آدم خیالاتی من فکر میکنه که ما چه موجودات بیچارهی هستیم. هنگامی که بیانات پر احساسم خاتمه یافت، به طرزی مؤثر سکوت کردم. به یاد دارم چقدر سخت در تلاش بودم که همان موقع لبخندی بزنم، زیرا احساسی موذی و خصومت آمیز در قلبم داشتم. نفس در گلویم شکست، چانه ام شروع به لرزیدن کرد و چشمانم بیشتر و بیشتر سیاهی رفتند. می ترسیدم ناستنکا که با چشمان زیرک و بازش به من گوش می داد یکی از آن خنده های کودکانه ناشی از رضایت خاطر را سردهد. از اینکه اینقدر پیش رفته و آن همه حرف هایی را که این همه سال دل من را می آزرده به زبان آورده بودم احساس تأسف کردم، چون می توانستم آن را مثل یک قطعه حفظ شده بخوانم. زیرا مدت ها قبل برای خود رأی صادر کرده و مایل بودم آن را با صدای بلند برای او بخوانم. گرچه باید قبول کنم انتظار نداشتم که حرفایم فهمیده شوند، ولی با کمال تعجب او ساکت ماند و اندکی بعد دستم را به آرامی فشار داد و با علاقه صمیمانه پرسید: تو واقعا همه عمر تو به این شکل سپری کردی؟ جواب دادم: همه عمرمو ناستنکا، همه عمرمو، و فکر میکنم بقیه ی زندگی من به همین منوال بگذره. با نگرانی گفت: نه نه نه، نمیتونی، درست نیست، نه، چون من در این صورت بقیه ی عمرمو باید با نشستن پیش مامان بزرگم بگذرونم. گوش بده، میدونی که زندگی کردن اینجوری اصلا درست نیست؟ در حالی که دیگر احساسم را مخفی نمی کردم فریاد زدم: می دونم ناستنکا، می دونم، بهتر از همیشه می دونم. حالا که دیگه بهترین سالای عمرم رو تلف کردم اینو خوب می دونم. حالا خوب درک می کنم و این آگاهی بیشتر آزارم می ده، چون فرشته مهربونم خود خدا تو رو برای من فرستاده که اینو به من بگی و با این آگاهی متقاعدم کنی. حالا که پیش تو نشستم و حرف میزنم از فکر آینده وحشت دارم، چون آینده جز تنهایی دوباره هیچ چیزی نداره، هیچی جز اون زندگی بی محتوای کپک زده. و حالا که توی دنیای واقعی اینقدر با تو خوشحالم، دیگه خوابو میخوام چی کار؟ اوه عزیزم، خدا عوضت بده که ردم نکردی، چون حالا حداقل میتونم بگم تو عمرم دو شب زندگی کردم. ناستنکا، وای ناستنکا، میدونی که تو منو برای مدت طولانی که در پیش دارم با خودم آشتی دادی؟ میدونی که دیگه راجع به خودم مثل گذشته فکر بد نمی کنم؟ میدونی که دیگه تو زندگیم ناامید نمیشم که جنایت یا گناهی مرتکب شدم؟ چون تا الان زندگی کردن من مثل یه جنایت و یه گناه بزرگ بوده و خدا رو شکر که فکر نمی کنی من چیزی رو پیشت غلو کردم. به خاطر خدا ازت میخوام این فکر رو نکنی ناستنکا، چون بعضی وقتا من مالی خولیایی میشم، یه همچین مالی خولیایی محض، چون وقتی این طور افسون میشم به این فکر میکنم که هرگز نمیتونم یه زندگی تازه، یه زندگی واقعی رو شروع کنم. به نظرم میرسه که من قبلا حواسمو گم کردم، همه مفاهیم عملی و حقیقی رو، چون داشتم روحمو میفروختم، چون شبای تخیلم جای خودشونو به لحظات هوشیاری داده بودن و این وحشت آوره. در این حال میتونی بشنوی که زندگی در اطراف تو در گردابی انسانی تاب میخور و جیغ میکشه. تو میتونی بشنوی، میتونی ببینی مردم دارن زندگی میکنن،
یه زندگی واقعی. میتونی ببینی که زندگی اونا روی نظم نیست، که مثل یه رویا یا یه مشاهده خونسا نمیشه، که زندگی اونا همیشه جوون، تولدی دوباره و اینکه هر ساعتش با ساعت قبلش فرق داره، در حالی که تخیل و جنون تا حد بیزاری یک نواخت و سرده، اسیر هر سایه و تصور شدنه، اسیر اولین ابری که خورشیدو میپوشونه و دل هر شهرمند واقعی سن پیترزبورگو که اینقدر با آفتاب شهرش آخته پر درد میکنه. و اصلا خیال در پریشانی چه معنی داره؟ تو بالاخره فشار دائم پوسیدن خستگیت و خستگی ناپذیرتو حس میکنی، چون در حال رشدی و ایدئالهای قبلی تو زودتر باور میکنی. اونا خرد میشن و گرد میشن. اگه زندگی دیگه ای نداشته باشی، محکومی که زندگی رو از همون تیکه های خورد شده و ریزه هاش دوباره بسازی، در حالی که روح تو تمایل به چیز دیگه ای داره و چیزی غیر از اون میخواد. آدم رویایی خاکستر رویاهای گذشتشو بی خودی پس میزنه به امید اینکه در میونشون حداقل جرقه کوچیکی پیدا کرده و فوتش کنه تا دوباره جون بگیره. تا این آتیش احیا شده قلب سرمازده اونو گرم کنه و همه اونایی که براش عزیز بودن برگردن، همون چیزی که تکونش داد و خونشو به جوش آورد و اشکو از چشماش سرازیر کرد و آنچنان با شکوه فریبش داد. میدونی من به چه نتیجه رسیدم ناستنکا؟ میدونی که حالا باید سالگرد احساساتمو، احساسات گذشتم و علاقمو به اون چه که قبلا بوده ولی هرگز عملا اتفاق نیفتاده رو به یاد داشته باشم؟ چون این سال گردم بایستی با همون رویاهای احمقانه غیر محسوس مطابقت داشته باشه. من به طرف اون کشیده میشم، چون خود رویاهای احمقانه دیگه نیستن، برای اینکه من چیزی ندارم که از اونا حفاظت کنم. میدونی تو باید رویاهات هم زنده نگه داری. میدونی که حالا من دوست دارم در زمانهای خاصی نقاطی رو که در سر راه خودم شادی و در اونا شناختم به یاد بیارم و دوباره ببینم؟ دوست دارم زمان حال و به گذشته غیر قابل برگشتم گره بزنم و اغلب مثل یه روح ناراحت و غمگین تو کوچه ها و خیابونای سن پیترزبورگ بدون هیچ هدف و مقصودی سرگردون بشم. برای مثال به خاطر میارم که توی اینجا یه سال پیش در همین ساعت به دلتنگی و ناراحتی همین حالا روی همین پیاده رو سرگردون بودم و به خاطر میارم که رویاهایی بسیار غمگین داشتم که از حالا بهتر نبودن. گرچه نمیتونی فکرشو بکنی که زندگی اون روزا آسونتر و آرومتر از امروز بود و من دستخوش ناراحتی های شدید وجدان، دلسردی و استراب های دردناکی که شب و روز راحتم نمیذارن نبودم. شاید از خودت میپرسی اون رویاهات کجان؟ سرتو تکون میدی و میگی سالا چه زود میگذرن. بازم از خودت میپرسی تو با زندگی چی کار کردی؟ بهترین سالای عمرتو کجا به خاک سپردی؟ اصلا زندگی کردی یا نه؟ ببین به خودت میگی دنیا چقدر داره سرد میشه. سالای بیشتری میگذرن و با خودشون تنهایی ملال‌آوری رو میارن و بعد پیری تکیه زده به یه چوب زیر بغل لرزان لرزان میاد و درست بعدش بدبختی و خرد شدنه. دنیای خیالی تو تاریک میشه، رویاهات پوسیده میشن و مثل برگای زرد میفتن. وای ناستنکا، آیا تنها موندن؟ تنهای تنها بدون اینکه چیزی برای تأسف خوردن داشته باشی دردناک نیست؟ چون هرچی که من از دست میدم همه چیزایی هن که یه روزی هیچ میشن. یه هیچ احمقانه، هیچی بجز رویاها. ناستنکا در حالی که قطره اشکش را پاک میکرد گفت بس کن دیگه، دیگه بیشتر از این منو قصه نده، دیگه تموم شد. حالا دیگه ما دوتا با هم خواهیم بود، دیگه هیچ وقت از هم جدا نمیشیم. مهم نیست چه اتفاقی برای من بیفته. من یه دختر ساده هم، زیاد درس نخوندم، گرچه مامان بزرگم برام معلم گرفت، ولی تو رو الان واقعا خوب درک میکنم، چون همه یه چیزایی که گفتی منو یاد خودم انداخت، وقتی که مادر بزرگم سنجاقم کرده بود به لباس خودش. البته من نتونستم به خوبی تو تعریف کنم، چون من اصلا درس نخوندم. او این جمله را با شرمندگی بیان کرد
چون هنوز برای حرفای پر آب و تاب من احترام خاصی قائل بود. ولی خیلی خوشحالم که دریچه قلب تو به روی من باز کردی. حالا تو رو میفهمم، کاملا میفهمم و میدونی که منم میخوام سرگذشتم و برات تعریف کنم، همه رو بدون اینکه چیزی رو پیش خودم نگه دارم و بعد از تو میخوام که نصیحتم کنی. تو آدم زیرکی هستی، قول میدی بعدش راهنمای من باشی؟ آه ناستنکا، با اینکه من هیچ وقت یه مشاور خوب و زیرک نبودم، اما میبینم که اگه اینطوری ادامه بدیم بهترین راه اینه که بعد هر کدوممون با هوشیاری بیشتری همدیگر رو نصیحت کنیم. خیلی خوب ناستنکای قشنگ من، چی میخوای بدونی؟ صراحتان بگو. من حالا اینقدر خوشحال و شادم که جرأت دارم و عاقلم که در جواب دادن تأمل نکنم. من دنبال جنبه عاقلانه نصیحت نیستم، من دنبال یه مشورت صمیمانه و برادرانه، اون نوعی که اگه تموم عمر به من علاقه من بودی در حقم انجام میدادی. شادمانه فریاد زدم. خیلی خوب ناستنکا، اگه من 20 سالم دلبسته تو بودم نمیتونستم بیشتر از اندازه فعلی به تو علاقه پیدا کنم. دستتو بده من. بیا. دستم را به طرف او دراز کردم. خیلی خوب، حالا داستان زندگیمو شروع میکنم. سرگذشت ناستنکا. تو نصف سرگذشت منو قبلا شنیدی، حداقل میدونی که من یه مادر بزرگ دارم. با خنده توی حرفش دویدم. اگه نصفه دیگه هم اینقدر خلاصه باشه که. آروم باشو گوش کن. البته من یه شرطم دارم، حرف منو قطع نکن، در غیر این صورت قاطی میکنم. حالا آروم گوش کن. من یه مادر بزرگ پیر دارم. وقتی کوچولو بودم رفتم که با اون زندگی کنم، چون پدر و مادرم هر دو مرده بودن. احتمالاً وضع مادی مامان بزرگ اون وقتا بهتر از حالا بود، چون هنوز از ایام خوش گذشته یاد میکنه. اون خودش به من زبان فرانسه یاد داد، بعدش هم یه معلم سرخونه برام گرفت. وقتی 15 سالم بود که الان شده 17 سالم، درسم تموم شد. اون موقع بود که من اون شیطنتو کردم. حالا شیطنت چی بود بگذاریم، فقط کافیه که بگم مسئله مهمی نبود. اما یه روز صبح مامان بزرگم صدام زد و گفت چون کوره نمیتونه مواظب من باشه، یه سنجاق قفلی برداشت و لباس منو به لباس خودش سنجاق کرد و گفتش که از این به بعد بقیه یه روزا رو باید همینطوری بگذرونم. کنار مامان بزرگ مجبور بودم همش چیز میز بخونم، مطالعه کنم یا بافتنی ببافم. حتی یه بار با فیولکا صحبت کردم که بیاد جای منو بگیره. فیولکا مستخدم ماست. اون کره. جای منو گرفت. مامان بزرگ رو صندلی خوابش برد و من رفتم به دیدن دختر همسایه. اما بعد آوردم. مامان بزرگ بیدار شد و به خیالش که من هنوز ساکت پیشش نشستم شروع کرد به حرف زدن با من. فیولکا میبینه که مامان بزرگ حرف میزنه، ولی چون نمیتونست بشنوه فکر میکنه که باید چی کار کنه. بعدش هم سنجاقو باز میکنه و در میره. در اینجا ناستنکا زد زیر خنده و من هم با او خندیدم، اما فوراً ساکت شد. من میگم تو نباید به مامان بزرگ من بخندی. من میتونم این کارو بکنم، اما تو نه، چون واقعاً این کار خنده‌داری بود. مامان بزرگ واقعاً نمیتونه غیر از این باشه، ولی من به هر حال اونو خوب دوستش دارم. بعد از اون منو خوب و به جا تنبیه کرد، طوری منو سر جام نشون که دیگه نتونستم تکون بخورم. خب راستی یادم رفت بهت بگم که ما، یا در واقع مامان بزرگ، یه خونه داره که یه کلبه کوچیکه با 3 تا پنجره رو به خیابون. خونه چوبی و همسن خود مامان بزرگ. یه اتاق زیر شیروانی هم داره. یه روزی یه مستأجر جدید اومد توی اون اتاق. من بی اختیار اشاره کردم که منظورت اینه که شما قبلا مستأجر داشتین؟ ناستنکا جواب داد. البته که داشتیم، و اون بهتر از تو میتونست زبونش رو نگه داره. واقعا همینطوره، به سختی میتونست زبونش رو بچرخونه. یه پیرمرد کوچولوی لاغر که کر و کور و چلاق بود. چون نمیتونیم بدون مستأجر زندگی کنیم، پانسیون مامان بزرگ تنها چیزیه که داریم. شانس آوردیم که مستأجر جدیدمون بعد از اون یه مرد جوان بود، یه غریبه، نه یه آدم محلی. مامان بزرگ اتاقو بگیره چون که سر اجاره بهاش چونه نزد. بعدش هم از من پرسید ناستنکا بگو ببینم مستأجر ما جوونه؟
منم نخواستم بهش دروغ گفته باشم، برای همینم گفتم بله. البته نه کاملا جوون نه پیر. پرسید خوش قیافه است؟ منم بازم نخواستم دروغ بگم، چون گفتم بله اون خوش قیافه است. و مامان بزرگ گفت خب خجالت داره، خجالت داره، دارم بهت اختار میکنم نوه جوون من، به اون نگاه نکن، فکرشم نکن. وای خدای من، میبینی چه دنیایی شده؟ مستأجر اتاق زیر شیروانی ما خوش قیافه است. دوران ما که اینطوری نبود. مامان بزرگ همیشه از زمونه خودش حرف میزد. در اون روزگار اون جوانتر بود، آفتابش گرمتر بود، خامه اینقدر زود ترش نمیشد، همه چی اون زمانا بهتر بود. اما نمیفهمم مامان بزرگ خودش داشت این فکر رو تو کله من میکرد و از من میپرسید که مستأجر جوان ما قشنگ هست یا نه. ولی خب این فکرام گذرا بود، بافتنی رو برداشتم، رجاشو شمردم و همه چیز رو راجع به مستأجر فراموش کردم. بهش قول داده بودیم که اتاق مستأجر رو براش کاغذ دیواری کنیم. یه روز صبح اومد که از این موضوع خبر بگیره. حرف تو حرف شد. چونه مامان بزرگ میدونی که خیلی گرمه. بعدش هم گفت ناستنکا برو از تو اتاق خواب من اون چرتکه رو بردار بیار. فوراً از جام پریدم. همه جام سرخ شد. نمیدونم چرا. و به طور کلی یادم رفت که سنجاق شدم. به جای اینکه یواشکی سنجاقو باز کنم طوری که مستأجر نبینه، پریدم بالا و صندلی مامان بزرگم افتاد کف اتاق. وقتی دیدم که مستأجرمون حالا دیگه همه چی راجع به من میدونه، سرخ شدم و در جا خشکم زد. یه دفعه زدم زیر گریه. تلخی و شرمندگی بیشتر از اون بود که بتونم تحملش کنم. مامان بزرگ داد زد چرا وایسادی اونجا؟ و من گریم شدیدتر شد. وقتی مستأجر فهمید که از اون خجالت کشیدم، فوراً خدافظی کرد و رفت. و از اون به بعد هر وقت که صدایی توی حال میشنیدم میمردم. فکر میکردم مستأجره که داره میاد و یواشکی سنجاقو باز میکردم، فقط برای اینکه احتیاط کرده باشم. ولی هیچ وقت اون نبود. هیچ وقت نیومد. دو هفته گذشت. یه روز توسط فیولکا پیغام فرستاد که مقدار زیادی کتاب فرانسوی داره. همه هم کتابای خوبی هن. مناسب برای خوندن و میخواست بدونه که مامان بزرگ دوست داره من اونا رو برای تنوع براش بخونم یا نه. مامان بزرگ با قد شناسی پیشنهادش رو پذیرفت، ولی همینطوری پرسید که کتابا اخلاقی هستن یا نه، چون میگفت اگه غیر اخلاقی باشن خوندنشون به تو نیومده ناستنکا، برای اینکه امکان داره بدآموزی داشته باشن. من پرسیدم ولی مامان بزرگ مگه چی به من یاد میدن؟ چی تو اونا نوشته؟ گفت اوه، اونا همه راجب مردای جوانی هن که دخترای نجیب و گول میزنن، با تظاهر به این که میخوان باشون ازدواج کنن از خونه پدر مادرشون فراریشون میدن و بعدم دخترای بیچاره رو میسپرن به دست سرنوشت و عاقبت کار این دخترها واقعا غم انگیزه. مامان بزرگ گفت من خیلی از این کتابا خوندم و اینقدر این حرفا رو قشنگ میزنن که تو تمام شب و بیدار میمونی و تو سکوت میخونی. پس مواظب باش هیچ وقت گول نخوری ناستنکا. به نظرتون چه جور کتابایی فرستاده؟ همشون نوولای سر والتر اسکاتن مامان بزرگ. نوولای سر والتر اسکات؟ مطمئنی کلکی تو کار نیست؟ یه نگاه بکن که نامه عاشقونه ای چیزی لابلای اونا قایم نکرده باشه. گفتم نه مامان بزرگ، نامه ای نیست. زیر روکش جلد رو نگاه کن. بعضی وقتا اونا زیر روکش جلد میذارنش. ای دوزدا. نه مامان بزرگ، زیر روکش جلدم چیزی نیست. خیلی خوب، مواظب باش. مواظب باش یه وقت یه جایی نباشه. اینجوری بود که ما شروع کردیم به خوندن آثار سر والتر اسکات و در عرض یه ماه نصف کتابا رو تموم کردیم. بعد مستأجر کتابای بیشتری فرستاد. تعدادی از آثار پوشکین. طوری شد که من دیگه نمیتونستم بدون کتاب زندگی کنم و فکر ازدواج با شاهزاده چینی از کلم بیرون رفت. یه روز سر پله‌ها با اون برخورد کردم. قضیه از این قرار بود. مامان بزرگ منو فرستاد که براش یه چیزی بیارم. اون وایساد، منم سرخ شدم. اونم سرخ شد. یه لبخند زد. گرچه گفت حالت چطوره و حال مامان بزرگو پرسید. بعدش گفت کتابا رو خوندی؟ جواب دادم بله. اون پرسید از کدومشون بیشتر خوشت اومد؟ منم گفتم آیوان هو پوشکین از همه بهتر بودن. این همه صحبتایی بود که در اون فرصت با هم داشتیم. یه هفته بعد با سر پله ها بهش برخوردم. این دفعه مامان بزرگ منو نفرستاده بود. باید یه چیزی برای خودم می آوردم. مستأجر ما معمولا بعد از ساعت 2 می اومد خونه. گفت حالت چطوره؟ منم گفتم حال شما چطوره؟
گفت بگو ببینم همه یه روز و نشستن پیش مامان بزرگ برات خسته کننده نیست؟ وقتی اینو ازم پرسید دوباره احساس خجالت و تلخی کردم. واقعا نمیدونم چرا. شاید به این خاطر که دیگران شروع کرده بودن راجع به این موضوع ازم سوالاتی بکنن. فکر کردم چیزی نگم و رد شم، اما قدرتشو نداشتم. اون گفت تو دختر خوبی هستی. منو ببخش که اینطوری حرف میزنم، ولی اطمینان میدم که من بیشتر از مامان بزرگت نسبت به تو احساس دلواپسی میکنم. تو هیچ دوستی نداری که بری بدیدنش؟ بهش گفتم که هیچ دوستی ندارم. یکی داشتم، ماشنکا، ولی رفته مسکو. گفت گوش کن، دوست داری با من بیای تئاتر؟ گفتم تئاتر؟ ولی بعدش مامان بزرگ چی میگه؟ گفت بدون اینکه به اون بگی بیا. گفتم نه نمیخوام مامان بزرگو گول بزنم، خداحافظ. گفت خداحافظ و دیگه یه کلمه هم حرف نزد. همون روز بعد از شام اومد پیش ما، نشست روی یه صندلی. مدت زیادی با مامان بزرگ صحبت کرد و از اون پرسید آیا هرگز از خونه بیرون رفته و آیا دوستی داره یا نه. و ناگهان گفت برای امشب چند تا بلیت اپرا دارم، آرایشگر سویل رو دارن اجرا میکنن. چند تا از دوستام قرار بود با من بیان اما تصمیمشون عوض شد، حالا بلیت اضافی دارم. مامان بزرگ داد زد آرایشگر سویل؟ همون آرایشگری که زمان ما هم بود؟ گفت بله خودش. و یه نگاه به من کرد. من قبلا فهمیده بودم، برای همینم سرخ شدم و قلبم مملو از سپاس شد. مامان بزرگ گفت چرا، البته من اونو دیدم تو تئاتر مدرسه. اون روزا من خودم نقش روزینا رو بازی می کردم. مستأجر پرسید براتون اشکالی نداره که امشب با من بیاید؟ می دونید که من بلیتشو دارم. مامان بزرگم گفت بله فکر می کنم بیام، چرا نیام؟ ناسنکای منم تا حالا تئاتر نرفته. وای خدای من چه شادی بزرگی. ما فوراً شروع کردیم با حاضر شدن، لباس پوشیدیم و رفتیم. گرچه مامان بزرگ کوره ولی میخواست موسیقی بشنوه، به علاوه اون یه پیرزن خوشقلبه، میخواست منم لذتی برده باشم. هیچ وقت ما خودمون نمیتونستیم ترتیب این کارو بدیم. من نمیتونم بگم احساسم راجع به آرایشگر سویل چی بود، ولی به تو میگم که در تمام مدت مستأجرمون اونقدر با مهربونی به من چشم دوخته بود و به قدری با آرومی صحبت میکرد که فوراً فهمیدم اون روز وقتی که از من خواست با اون تنها برم میخواست امتحانم کنه. من بیش از حد خوشحال بودم. اون شب با چنان احساس شادی و غروری خوابیدم و قلبم چنان میزد که تب کردم و تمام شب هزیان آرایشگر سویلو میگفتم. فکر میکردم که حالا همیشه به ما سر میزنه، اما کاملا در اشتباه بودم، چون اومدن پیش ما رو تقریبا قطع کرده بود. ماهی، دو ماهی یه بار به طور اتفاقی میومد، فقط برای اینکه بازم ما رو به تئاتر دعوت کنه. یکی دو بار رفتیم ولی من اصلا از اون راضی نبودم. دیدم که اون صرفاً به خاطر رفتار بد مامان بزرگ دلش به حال من میسوزه و این همه چیزی بود که بین ما وجود داشت. من رفتم توی فکر تا اینکه یه طوریم شد. نمیتونستم راحت بشینم، نمیتونستم بخونم، نمیتونستم ببافم. بعضی وقتا میخندیدم و کارایی برای لجبازی با مامان بزرگم میکردم یا خیلی راحت اشک میریختم. اونقدر لاغر شدم که تقریبا به حال بیماری افتادم. فصل اپرا تموم شد و مستأجر ما دیگه سراغی از ما نگرفت. وقتی به طور اتفاقی همدیگر رو میدیدیم، البته روی همون راه پله‌ها، اونقدر غمگین و آروم تعظیم میکرد که انگار اصلا نمیخواد با من حرف بزنه. او زده بود بیرون و رسیده بود به ایوون، در حالی که من هنوز نصف پله‌ها رو طی نکرده بودم و در این حال مثل یک گیلاس سرخ می‌شدم، چون هر وقت اونو می‌دیدم خون می‌دوید تو سرم. الان دیگه تقریبا همه چی تموم شده. ماه گذشته اومد پیش مامان بزرگ و گفت چون همه کارایی که داشته رو انجام داده برای یه سال برمیگرده مسکو. وقتی اینو شنیدم رنگم پرید و رو صندلیم تقریبا از حال رفتم. مامان بزرگ متوجه نشد. اونم بعد از اینکه خبر رو داد تعظیمی کرد و رفت. من باید چی کار میکردم؟ دل آزرده و ناراحت فکر کردم و فکر کردم تا بالاخره تصمیمی گرفتم. اون قرار بود فردای اون روز بره و من مصمم شدم عصر وقتی مامان بزرگ استراحت کرد آخرین قدم رو بردارم و این کارم کردم. یه بخچه یه لباس و چند تا لباس زیر برداشتم، در حالی که بیشتر به یه مرده شباهت داشتم تا یه زنده. از پله های زیر شیروانی به اتاقش رفتم. به نظرم یه ساعتی طول کشید تا از پله ها بالا رفتم. در اتاقش رو باز کردم.
اون وقتی منو دید نفسش بند اومد. فکر کرد من یه روحم. بعد پرید و آب آورد، چون به زور میتونستم سر پا وایسم. ضربان قلبم به قدری شدید بود که سرم گیج میرفت و فکرم کار نمیکرد. وقتی حالم بهتر شد خیلی راحت بغچه رو گذاشتم روی تختش و نشستم بغل بغچه. در حالی که صورتم رو با دستم پوشونده بودم جلوی اشکم رو نتونستم بگیرم. اون فوراً همه چی رو فهمید. با چنان رنگ پریده و غمناکی مقابل من ایستاده بود که قلبم رو جریحه دار میکرد. اون شروع کرد که ناستنکا لطفاً گوش بده. من هیچ کاری نمیتونم بکنم. چون آدم فقیریم. هنوز هیچی ندارم. حتی یه کار جزی. اگه با هم ازدواج کنیم چطور زندگی رو بگذرانیم؟ مدت زیادی با هم صحبت کردیم و بالاخره در نوعی حالت گیجی بهش گفتم که دیگه نمیتونم با مامان بزرگم زندگی کنم، که بالاخره فرار میکنم، که نمیخوام سنجاقم کنن، که چه بخواد و چه نخواد باهاش به مسکو میرم، چون نمیتونم بدون اون زندگی کنم. این همه چیز بود. شرم و عشق و غرور همه با هم یه دفعه در من به جوش اومده بود و روی تختش افتادم، عملاً به حالت قش. به این خاطر اون از امتناع خودش ترسید. چند دقیقه ساکت نشست و بعدش بلند شد. کاملا نزدیک اومد و دستم رو تو دستش گرفت و شروع کرد و گفت عزیزم ناستنکای مهربونم، و در همون حال گریه میکرد. حرفم رو گوش کن. قسم میخورم اگه در وضعی باشم که بخوام ازدواج کنم فقط تو و نه هیچ کس دیگه ای. فقط تو خواهی بود که منو خوشحال میکنی. حرفم رو باور کن. وقتی میگم تنها تو میتونی خوشحالم کنی پس توجه کن. من میرم مسکو، یه سال تمام اونجا میمونم. امیدوارم در این مدت بتونم کارامو رو برا کنم. وقتی برگردم اگه هنوزم تو دوستم داشته باشی قسم میخورم که ما با هم خوشبخت میشیم. اما الان غیر ممکنه. من نمیتونم. من اصلا حق هیچ گونه پیشنهادی رو ندارم. گرچه تکرار میکنم که اگه یه سال بعد اتفاقی نیفته مطمئنن یه روزی این آرزو عملی میشه. البته این نتیجه رو هم میشه گرفت که این کار به شرطی نشدنیه که تو یکی دیگر رو به من ترجیح بدی، چون من نمیتونم و جرأتشو ندارم که تو رو به یه قول پایبند کنم. این چیزی بود که اون به من گفت و روز بعد رفت. ما موافقت کردیم که مامان بزرگ از این جریان بویی نبره. اون اینطور میخواست. بفرمایید. داستان من دیگه تموم شد. درست یه سال گذشته. اون برگشته. سه روزه که اینجاست. و خب من در حالی که با بی‌حوصلگی میخواستم پایان ماجرا را بشنوم فریاد زدم و چی؟ ناستنکا با تلاش زیادی توانست جواب دهد. هنوز خودشو به هم نشون نداده. ازش هیچ خبری نیست. او ساکت شد. کمی مکث کرد. سرش را پایین انداخت و ناگهان در حالی که صورتش را در دستانش دفن می کرد چنان وحشتناک گریه کرد که قلبم متأثر شد. هرگز انتظار چنین پایانی را نداشتم. لذا با لحنی آمیخته به ترس و چاپلوسی گفتم ناستنکا، ناستنکا، به خاطر خدا گریه نکن. تو از کجا می دونی؟ او ممکنه هنوز برنگشته باشه. برنگشته؟ برنگشته؟ اون اینجاست. من میدونم. ما شب قبل از رفتنش همه مسائل رو حل کرده بودیم. وقتی همه حرف ها زده شده بود بین ما توافقی به عمل اومد. همونطوری که الان بهت گفتم برای هواخوری دوتایی اومدیم همینجا. ساعت 10 بود. روی همین نیمکت نشسته بودیم. من دیگه گریه نمی کردم و سرمستانه به چیزی که می گفت گوش می دادم. اون گفت به محض برگشتنش میاد پیش من و اگه من از اون دوری نکنم همه چیو به مامان بزرگ میگه. و حالا اون برگشته. من میدونم و با همه اینا اون نمیاد. نمیاد. و دوباره بغضش ترکید. خدای من، هیچ کمکی نمیشه کرد. فریاد زدم و در ناامیدی محض از روی نیمکت پایین پریدم. به من بگو ناستنکا، اگه من برم اونا ببینم فایده ای داره؟ او در حالی که سرش را بلند می کرد گفت فکر می کنی بتونی؟ من فکری به نظرم رسید. نه البته که نه، من یه فکر دیگه ای دارم. یه نامه براش بنویس. او با عزمی راسخ جواب داد نه احتمالا نمی تونم. این کار عملی نیست. ولی در همان موقع سرش را پایین انداخت و نگاهش را از نگاه هم دزدید. من در حالی که دنباله پیشنهادم را می گرفتم گفتم
چرا نه؟ چرا عملی نیست؟ البته نامه باید نامه به خصوصی باشه. میدونی که همش مربوط میشه به طرز نوشته شدن نامه. وای ناستنکا، واقعا همینطوره. به من اعتماد کن. خواهش میکنم. من راه غلطی رو بهت نشون نمیدم. همه این کارو میشه درست انجام داد. در این صورت تو کسی هستی که قدم اولو برداشتی. حالا چرا نه؟ نه نه، اینطور به نظر میاد که من خیلی پیش رفتم. در حالی که حرفش را قطع می کردم با لبخند گفتم هی ناستنکای عزیز شیرینم، اینطور نیست، نیست. این حق توه، چون اون به تو قول داده. و تازه از حرفایی که به من زدی میتونم بفهمم که اون مرد باشعوریه و با اطمینان به منطقی بودن تشویق و استدلالم بیشتر و بیشتر خوشحال می شدم که ادامه بدهم او شرافتمندانه عمل کرده. چطوری؟ اون خودشو پابند قولی کرده، گفته اگه تصمیم گرفت با هیچ کس غیر از تو ازدواج نمی کنه و در این حال تو رو کاملا آزاد گذاشته که هر وقت خواستی اونو رها کنی. در این صورت درستش اینه که اولین قدم رو تو برداری. تو حق داری، تو یه امتیاز نسبت به اون داری. خیال کن الان میخوای اونو از قولی که داده آزاد کنی. بگو ببینم حالا چطوری میخوای بنویسی؟ چیو؟ این نامه رو دیگه. من باشه، می نویسم آقای محترم. حتما باید با آقای محترم باشه؟ مطمئنن، ولی نمیدونم راسته، شاید. مهم نیست، ادامه بده. آقای محترم، متاسفم که من. ببین تو اصلا نیازی به بهونه نداری، خود واقعیت همه چی رو روشن میکنه. خیلی ساده بنویس برای تو نامه می نویسم، به خاطر بی‌حوصلگی مرا ببخش، ولی یک سال تمام است که با امید به خوشحالی زندگی کردم. آیا این که نمیتوانم یک روز تردید را تحمل کنم باید سرزنش کردم؟ تو برگشته ای و ممکن است عقیدت عوض شده باشد. در این صورت این نامه به تو خواهد گفت که من نه از تو ناراضی هستم و نه قضاوتی در مورد تو میکنم. راجع به تو داوری نخواهم کرد، چون روی قلبت اثری ندارم. سرنوشت من همین بوده است. تو مرد شریفی هستی. تو به این خطوط که با بی‌حوصلگی نوشته شدند نخواهی خندید و نه از آنها خواهی رنجید. به یاد خواهی آورد کسی که آنها را نوشته یک دختر تنهای بیچاره است که کسی را ندارد او را راهنمایی کند. کسی که هیچ وقت نتوانسته است به قلب باشد، ولی به خاطر تردیدی که یک لحظه به روح من رخنه کرد مرا ببخش. تو حتی در فکرت هم نمی توانی به کسی آسیبی برسانی، به خصوص به کسی که تو را آنقدر دوست داشت و هنوز هم دارد. ناستنکا در حالی که چشمانش پر از اشک شوق بود فریاد زد آره آره، درست همونطوری که فکرشو می کردم. تو تردیدهای منو از بین بردی. این خود خداست که تو رو برای من فرستاده. ممنونم، خیلی ممنونم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خود خدا منو برات فرستاده؟ در حالی که با خوشحالی به صورت شاده او نگاه می کردم این جمله را گفتم. آره، فقط می تونه به این دلیل باشه. وای ناستنکا، می دونی؟ بعضی وقتا ما از بعضیا تنها به خاطر اینکه با ما توی یه دنیا زندگی می کنن خوشمون میاد. من از تو خوشم میاد چون همدیگر رو شناختیم. چون که من تا آخر عمرم این روزو به خاطر می سپرم و به خاطر همین مسائل از همدیگه سپاس گذاریم. خیلی خوب، بسه دیگه، بسه. حالا به چیزی که باید بگم گوش کن. ما قرار گذاشته بودیم به محض اینکه برگشت به من اطلاع بده یا اگه نتونست برای من نامه بنویسه، و چون آدم نمیتونه همیشه همه چیزو تو نامه بگه، روز بازگشتش رأس ساعت 10 باید بیاد اینجا، به همین نقطه‌ای که قرار گذاشته بودیم. البته باید قبلا ورودشو با نامه توسط دوستان من که آدمای ساده و خوبیان و هیچی راجع به این موضوع نمیدونن خبر میداد. حالا میدونم که اون وارد شده، ولی 3 روزه که نه خودش اومده نه نامه‌ای برام نوشته. برای من ابدا امکان نداره که توی روز روشن مامان بزرگم رو ترک کنم. پس میشه فردا تو بری سراغ اون آدمای جوونی که گفتم، بری و نامه رو بدی به اونا؟ اونا نامه رو میفرستن و اگه جوابی هم بود تو خودت فردا ساعت 10 بیار پیش من. اما نامه میدونی که اول باید این نامه رو بنویسی. پس فردا غیر ممکنه. ناستنکا با یک حالت گیجی گفت نامه؟ چرا؟ خب نامه که. حرفش را تمام نکرد. اول رویش را از من برگردان.
مثل یک گل روز سرخ شد و ناگهان نامه‌ای در دستم احساس کردم. نامه‌ای که از مدت‌ها پیش نوشته شده بود، با آدرس و درون پاکتی دربسته. در فکر من یک مشت خاطره، تمایل و لذت موج می‌زد. شروع کردم به خواندن. روزینا، با هم خواندیم روزینا. من با تمام وجود و با خوشحالی او را در آغوشم فشردم و او سراپا سرخ شده، در حالی که اشکهای جاری از مژه‌های سیاهش مثل مروارید در چشمش موج می‌زد، می‌خندید. او با عجله گفت: خیلی خوب، بسه، خدافظ. حالا دیگه خدافظ. این نامه، اینم آدرس. خدافظ تا فردا. دستهایم را به گرمی فشرد. سرش را تکان داد و مثل تیر در کوچه به پرواز درآمد. من مدتی همانجا ماندم و با نگاه او را دنبال کردم. و امید دیدار تا فردا. و وقتی از نظرم ناپدید شد، در فکرم به کاوش پرداختم. شب سوم. روز بارانی غم‌انگیزی بود، هیچ تابش نوری، روزی شبیه روزگار تنهایی پیری من. افکار عجیبی به من هجوم می آوردن، احساساتی بس مبهم، مسائلی بس نامعلوم به مغزم حمله بر می گشتند و با وجود این فاقد قدرت و آرزویی هستم که آنها را روشن سازم. نه، به من نیامده است که همه را حل کنم. ما امشب یکدیگر را ملاقات نخواهیم کرد. ابرها در آسمان جمع شدند و شب قبل که با هم خداحافظی می کردیم، مه غلیظی همه جا را پوشانده بود. من گفتم فردا هوای بدی خواهیم داشت. او جوابی نداد. نخواست خود را ناامید کند. برای او روزی روشن و صاف باید باشد، بدون کوچکترین پاره ابری که بر روی شادی او سایه افکند. او گفته بود: اگه بارون بباره ما همدیگر رو نخواهیم دید. من نمیام. من فکر کردم او هیچ توجهی به باران امروز نکرده است. با این حال از او خبری نبود. دیشب ما سومین قرار خودمان را گذاشتیم. سومین شب سپیدمان. هرچند قابل توجه است که انسان در شادی و خرسندی به چه زیبایی هایی می رسد، چگونه دل آدمی مالا مال از عشق می شود. احساس می کنی که می خواهی تمام عشقت را به قلب دیگری سرازیر کنی. می خواهی هرچه که در اطراف توست انعکاس شادی و خنده باشد. و شادی چه مصری است. شب قبل چنین مهری در دل و چنین محبتی در سخنان او بود. برای من او به قدری شیرین بود و آنقدر به احساسات من توجه داشت که با لحن نوازشگرش به من امید و جرأت بخشید. چه دنیای طنازی، الهام گرفته از شادی او. و من فکر کردم که این دنیا اصالت دارد. فکر کردم که او، اما خدای مهربان، چگونه می توانستم این گونه بیندیشم؟ چگونه می توانستم آنقدر کور باشم وقتی که همه چیز از قبل به دیگری متعلق بوده است و هیچ چیز از آن من نبوده؟ زمانی که همان دلسوزی او، اشتیاقش، عشقش، بله و حتی عشقش نسبت به من چیزی نبود جز شادیش به خاطر آینده با دیگری، حتی تمایلش به پافشاری خوشحالیش بر روی من. زیرا او اخم کرد، ترسید و شرمنده شد وقتی که او نیامد. هنگامی که بیهوده انتظار کشیدیم، در تمامی کلمات و حرکاتش وضوح کمتر، بزلگویی کمتر و شادی کمتری دیده شد. و عجیب این که توجهش نسبت به من افزون شد، گویی به غریزه می‌خواست آنچرا که خود امیدش را داشت و وحشت این فکر را که ممکن است واقعی نباشد در من بریزد. ناستنکای من به قدری وحشت زد و مبهوت شد که یقین دارم می‌خواست نهایتاً میزان عشق مرا نسبت به خودش دریابد و دلش به حال دل بیچاره من سوخت. به این گونه است که وقتی با خود ناشادیم، نسبت به ناشادی دیگران حساس‌تریم. احساس در ما تخریب نمی‌شود، بلکه تا حدی تمرکز می‌یابد. با قلبی گرم به طرف او رفتم، مشتاق ساعتی که زمان ملاقات فرا رسد. خبر نداشتم که چه احساسی خواهم داشت.
خبر نداشتم که همه چیز پایان خواهد یافت. او سرشار از شادی بود و منتظر پاسخش. خود آن مرد قرار بود پاسخ او باشد. او قرار بود بیاید. دوان دوان سر قرار حاضر شود. ناستنکا یک ساعت تمام قبل از من در آنجا بود. ابتدا از همه چیز لذت می برد. با هر کلمه‌ای که می گفتم می خندید. می خواستم آنچرا که در دل داشتم به او بگویم. اما نگفتم. او گفت: می دونی چرا این همه خوشحالم؟ چرا با تو اینقدر خوشحالم؟ چرا امروز اینقدر تو رو دوست دارم؟ گفتم: نه چرا؟ و دلم لرزید. من خیلی دوستت دارم چون عاشق من نشدی. خب هر کس دیگه جای تو بود منو به سطوح می آورد و ناراحتم می کرد، دلتنگی می کرد و آه می کشید، اما تو خیلی خوبی. و در اینجا او چنان دست مرا کشید که من تقریبا فریاد زدم و او خندید. تو چه دوست خوبی هستی. یک دقیقه بعد با افسردگی گفت: خب خدا خودش تو رو برای من فرستاده. فکرشو بکن، اگه تو الان با من نبودی من چی بودم؟ خودخواهی تو وجود تو نیست. عشقت نسبت به من خیلی سخاوتمندانه است. بعد از اینکه عروسی کردم دوستای نزدیک هم میشیم، دوستای نزدیکتر از خواهر و برادر. من تو رو هم تقریبا به اندازه اون دوست خواهم داشت. برای یک لحظه غم وحشتناکی احساس کردم. هرچند چیزی که بیشباهت به خنده نبود در دلم به حرکت در آمد. گفتم: تو استراب داری، ترسیدی، فکر میکنی اون نمیاد. جواب داد: خدای من نه، اگه من کمتر خوشحال بودم از ملامت ها و بی ایمانی تو فریاد میزدم. درسته تو چند روزی خوراک فکری منو تأمین کردی، ولی من راجع به همشون بعدن فکر میکنم. الان اعتراف میکنم چیزی که گفتی درسته. آره این درسته، من تا یه حدی ناراحتم، همه وجودم انتظاره و احساساتم تا حد زیادی جریحه دار شده. اما بس دیگه، بیا احساساتمونو کنار بذاریم. صدای پایی ما را تکان داد. هیکل مردی از دل تاریکی نمایان شد و به سمت ما آمد. هر دو لرزیدیم. او تقریبا فریاد زد. من دست او را رها کردم و طوری وانمود کردم که او را ترک می کنم، ولی ما اشتباه کرده بودیم. او نبود. از چی می ترسی؟ چرا دستمو ول کردی؟ او اینها را گفت و دوباره دستش را به من داد. اصلا چرا که نه؟ ما با هم ملاقاتش می کنیم. من می خوام اون ببینه که ما چقدر همدیگر رو دوست داریم. با صدای بلند گفتم: آره چقدر همدیگر رو دوست داریم. آی ناستنکا، ناستنکا. فکر کردم این یک کلمه خیلی معنی داره. عشق این چنینی روی روح سنگینی میکنه و قلب و از سر ما میلرزونه. دست تو سرده و دست من مثل آتیش سوزان. اما ناستنکا تو چقدر چشم و گوش بسته ای. یه آدم خوشحال بعضی وقتا چقدر غیر قابل تحمله، ولی من نمیتونم از دست تو عصبانی باشم. و دیگر نتوانستم احساسم را پنهان کنم. دوباره فریاد زدم: ناستنکا میدونی از دیشب تا حالا من چه حالی داشتم؟ نه چه حالی؟ زود باش بگو، چرا تا حالا چیزی نگفتی؟ اول اینکه ناستنکا، بعد از اینکه پیغام تو رو رسوندم و نامه رو تحویل دوستای خوبت دادم برگشتم خونه. بعدش رفتم که بخوابم. حرف مرا قطع کرد و خندید: همین؟ آره تقریبا همین. به زحمت جواب دادم، برای اینکه اشکا احمقانه در چشمم حلقه زده بودن. یه ساعت قبل از موعد ملاقات بیدار شدم، ولی تصور نمی کردم که اصلا خوابیده باشم. دقیقا نمی دونم چه وضعی داشتم. اومدم اینجا که همه چیزو بهت بگم. بگم که فکر می کنم زمان برای من متوقف شده، که از اون لحظه به بعد تنها یه احساس، یه شور برای همیشه با من باقی می مونه. اون لحظه برای من جاودانه میشه، انگار که همه زندگی برام متوقف شده. وقتی بیدار شدم فکر کردم آهنگی تو ذهنمه که از سالها پیش اونو میدونستم، یا آهنگ شیرین که یه بار در جایی شنیدم و بعد فراموشم شده. انگار در طول زندگیم سعی میکرده از قلبم بیرون بریزه و فقط حالا. ناستنکا توی حرفم دوید: وای خدای من، خدای من، این حرفا چیه؟ من که یک کلمه هم سر در نمیارم.
با صدایی درمانده که هنوز بارقه کوچکی از امید در آن موج می‌زد، هرچند در همان یک لحظه شروع کردم. وای ناستنکا، خواستم اینطوری سعی کرده باشم تو رو وادار کنم این شور عجیب رو احساس کنی. او گفت بس دیگه، ادامه نده. او با یک اشاره به همه چیز پی برده بود. دختره باهوش. او بلافاصله تبدیل به یک دختر پرچانه غیر عادی شاد و بزلگو شد. بازویم را گرفت، خندید و سعی کرد مرا هم بخنداند و هر کلمه‌ای که در آن حالت اضطراب از دهان من بیرون آمد برای او خنددار بود. داشتم عصبانی می شدم که ناگهان لحن اشوه‌گرانه‌ای به خود گرفت. میدونی؟ این که تو عاشق من نشدی یکم عصبانی میکنه. بعد از این یکمی به دل ما زنا هم فکر کن. ولی به هر حال آقای آدامنت، با این صراحتی که من دارم هیچ کاری از دست تو بر نمیاد جز این که تمجیدم کنی. من همه چیزو به تو میگم، همه چیزو. اهمیتی هم نداره فکری که تو مغز من هست چقدر بد باشه. در حالی که به صدای آهنگین زنگ ساعت برج شهرداری که از دور دست ها می آمد گوش می دادم، گفتم گوش کن، ساعت 11 است. خندهش قطع شد و ناگهان در سکوت مطلق فرو رفت و سپس شروع به شمردن ضربه های ساعت نمود. بالاخره با صدای لرزان و شکننده ای گفت آره، ساعت 11 است. و من از اینکه او را ترسانده و وادارش کرده بودم صدای ضربه های ساعت را بشمارد ناراحت شدم و خود را به خاطر این سوء نیت نفرین کردم. حالتش مرا غمگین نمود و ندانستم چگونه این گناهم را جبران کنم. شروع به تسلی دادن او کردم با ابداع بهانه هایی برای نیامدن آن مرد، به سعی در اثبات اینکه قصورش در آمدن قابل توجیه است. در چنین لحظه‌ای هیچ کس را نمی‌شد مثل ناستنکا متقاعد کرد، یا تقریباً باید بگویم در چنین لحظه‌ای هر کسی آماده این را دارد که با خوشحالی به هر نوع دلداری تن دهد و در صورت بروز ضعیف‌ترین سایه عذر و بهانه‌ای فوق‌العاده آرامش یابد. در حالی که موضوع مورد بحثم را گرمتر و گرمتر کرده و به مستدل بودن بیش از حد مباحثاتم مباهات می‌نمودم، گفتم میدونی واقعا خنده داره. احتمالاً اون نتونسته بیاد. تو هم منو گول زدی و گیجم کردی ناستنکا. اونقدر که همه عوامل زمان رو با هم قاطی کردن. یه لحظه درست فکر کن. مشکل به نظر میاد که نامه تو تا حالا به اون رسیده باشه. به فرض اینکه اون نمیتونه بیاد. فرض کنیم که داره جوابو مینویسه. در این صورت تا فردا نمیتونه جواب به دست تو برسه. من فردا صبح زود میرم و بلافاصله از جریان با خبرت میکنم. سعی کن هزاران مورد غیر منتظره‌ای که میتونست اتفاق افتاده باشه رو تصور کنی. اگه وقتی که نامه تو رو بردن و خونه نبوده و احتمالاً تا حالا هم حتی اونو نخونده باشه چی؟ با این وضع هر اتفاقی ممکن افتاده باشه. ناستنکا پاسخ داد آره، من هرگز فکر اینو نکرده بودم. به جرات میتونم بگم که هر چیزی ممکنه. و با لحنی سراپا تسلیم، البته آسیب دیده از فکر مبهم و مخالفش، ادامه داد پس بیا این کارو بکنی. فردا تا میتونی صبح زود برو اونجا و اگه جوابی گرفتی فوراً منو خبر کن. تو میدونی که خونه ما کجاست، نمیدونی؟ و دوباره آدرسش را به من داد. سپس ناگهان برای من بی اندازه شیرین و با محبت شد. به نظر می رسید که با کمال دقت به هرچه می گویم گوش می دهد. ولی وقتی یک سوال مستقیم از او می کردم جواب نمی داد و با ناراحتی رویش را از من بر می گردان. به چشمانش نگاه کردم. بله درست بود. او گریه می کرد. آی عزیزم، مگه تو بچه شدی؟ تو بچه ای مگه؟ صبر کن، صبر داشته باش. سعی کرد لبخند بزند. خودش را جمع و جور کند. ولی چانهش می لرزید و فکرش هنوز هم مغشوش بود و بعد از مکسی گفت رم به تو فکر می کنم، تو خیلی خوبی. من باید دلم از سنگ باشه اگه نتونم اونو احساس کنم. می دونی الان چی به ذهنم رسیده؟ من شما دوتا رو با هم مقایسه می کردم. چرا اون تو نیستی؟ اون چرا مثل تو نیست؟ تو از اون بهتری، اگرچه من اونو بیشتر از تو دوست دارم. هیچ جوابی ندادم. به نظرم می رسید انتظار دارد من چیزی بگویم.
البته شاید من هنوز اونو خوب درکش نمی کنم. به اندازه کافی نمی شناس. دونی چی میگم؟ فکر می کنم همیشه از اون می ترسیدم. همیشه خیلی جدی و مغرور بود. البته می دونم که اون فقط اینطوری به نظر می اومد. تو قلب اون بیشتر از قلب من محبت هست. همش اون لحظه یادم میاد که با بغچم رفتم پیشش. اما هنوزم فکر می کنم که احترام زیادی نسبت بهش قائلم. اما انگار ما با هم دیگه برابر نبودیم. اینطور نیست؟ جواب دادم؟ نه ناستنکا نه. معنیش اینه که اونو بیشتر از هر چیزی توی دنیا دوست داری. حتی بیشتر از خودت. دختر ساده دل با حرف من موافق بود. آره فکر می کنم همینطور باشه. اما میدونی الان چی به ذهنم رسید؟ فقط این هیچ ربطی به اون نداره. من به طور کلی محبت میکنم. من مدت زیادی راجع به همه اینا فکر کردم. ما چرا نمیتونیم همه برادر و خواهر هم باشیم؟ چرا حتی بهترین آدما به نظر میرسه که عقب میکشن؟ چیزی رو به عنوان راز از دیگران مخفی میکنن؟ چرا هر چی که توی دلشون هست و به زبون نمیارن؟ با اینکه همه میدونن منظورشون چیه؟ با وجود این هر کسی سعی میکنه نفرت انگیزتر از اون چه که هست نشون بده. انگار اگه احساساتشون رو زود نشون بدن مثل اینه که به اونا توهین شده. در حالی که احساسات خودم را در آن لحظه بیش از هر وقت دیگری پنهان میکردم به عنوان اعتراض گفتم آی ناستنکا حرفای تو درسته ولی دلایل مختلف زیادی تو این کار هست. او که عمیقا تکان خورده بود فریاد زد نه نه تو اصلا مثل بقیه نیستی. من واقعا نمیدونم چطوری احساساتم رو به خوبی بیان کنم ولی به نظرم میاد که تو به شخص حالا مثلا به نظرم میاد که تو چیزی رو داری فدای من میکنی. و با نگاه زودگذری به نرمی اضافه کرد باید از این که این حرف رو میزنم منو ببخشی. من فقط یه دختر ساده ام. هنوز زیاد دنیا رو ندیدم و در حقیقت نمیدونم بعضی وقتا بعضی چیزا رو چطوری بگم. او با صدایی که از احساساتی پنهانی می لرزید و سعی می کرد با لبخندی آن را مخفی نگه دارد گفت من فقط می خواستم بگم که چقدر ازت ممنونم و اینکه همه اینا رو می تونم احساس کنم. خدا در عوض این کارا به تو شادی بده و راجع به همه حرفایی که درباره اون آدم خیالاتیت زدی هیچ کدوم درست نیستن. منظورم اینه که اون آدم هیچ ربطی به تو نداره. تو حالت داره خوب میشه. تو در حقیقت با اون چه که درباره خودت شرح دادی کاملا فرق داری. تو اگه یه روزی یه نفر رو دوست داشته باشی آرزو میکنم همه ی خوشیای دنیا مال شما باشه. برای اینکه اون واقعا با تو خوشبخت میشه. من میدونم. خودم زنم و اگه اینطور میگم باید باور کنی. بعد ساکت شد و دست مرا به گرمی فشرد. با هیجانی که داشتم نتوانستم حرفی بزنم. چند دقیقه گذشت. در حالی که دستش را از دستم بیرون می کشید بالاخره گفت معلومه که امشبم نمیاد. دیگه دیر شده. با متقاعد کننده ترین و محکم ترین لحن گفتم خب فردا حتما میاد. خوشحال شد و گفت آره خودم از حالا دارم می بینم اون فردا حتما میاد. خیلی خوب خداحافظ تا فردا. اگه بارون بباره من ممکنه نیام ولی پس فردا مطمئنن میام. هر طور باشه مهم نیست. تو هم حتما بیا. من تو رو میخوام. میخوام همه چیزو به اون بگم. و وقتی داشتیم از هم جدا میشدیم دستش را به من داد و صادقانه نگاهم کرد و گفت از حالا به بعد ما همیشه با هم خواهیم بود. مگه نه؟ آی ناستنکا اگه بدونی من چقدر تنها. وقتی ساعت 9 ضربه زد دیگر نتوانستم اتاقم را تحمل کنم. علی‌رغم اینکه باران می‌بارید، لباسم را پوشیدم و از منزل خارج شدم. رفتم و در محل قرار روی نیمکتمان نشستم. سپس شروع به قدم زدن در کوچه او کردم، ولی احساس شرم داشتم. بدون اینکه نگاهی به پنجره‌هایش بیندازم، قبل از اینکه به در منزل او برسم، برگشتم و خود را چنان نومیدانه در اتاق روی تخت انداختم که قبل از آن هرگز چنین وضعی نداشتم. چه روز بارانی غم‌انگیزی. اگر به خاطر باران نبود تمام شب را در آنجا بیتوته می کردم. ولی به امید فردا تا فردا او فردا همه چیز را به من خواهد گفت. امروز نامه‌ای نبود و بعداً هم نخواهد بود. آنها اینک با همه. شب چهارم
خدای من، این است پایان ماجرا، پایان همه چیز. من رأس ساعت 9 رسیدم. او زودتر آمده بود. از دور دیدم که مانند شب اول به نرده ها تکیه زده و ایستاده است. متوجه نشد که به او نزدیک می شدم. در حالی که با تلاش با هیجانم مبارزه می کردم، داد زدم: ناستنکا! به سرعت سرش را برگرداند و گفت: خیلی خوب، زود باش بگو ببینم. ایستادم و با حیرت نگاهش کردم. خب نامه کو؟ جوابش آوردی؟ این حرف ها را همانطور که با یک دست به نرده چسبیده بود به زبان می آورد. بالاخره گفتم: نه، نامه ای نیست. اون هنوز نیامده؟ با رنگ پریده و ترسیده‌ای برگشت و نگاهش را مدت زیادی به طور ثابت به من دوخت. به نظر می رسید آخرین امید او را به باد داده بودم. صدایش شکست اما به حرف در آمد: خیلی خوب، باش، بذار هر کاری می خواد بکنه. اگه می خواد منو به این صورت ترک کنه، باش. سپس به زمین خیره شد و بعد خواست توی چشم من نگاه کند، ولی نتوانست. دقایق بیشتری با احساس جنگی. ناگهان برگشت، ولی در حالی که به نرده ها تکیه می زد به تلخی گریست. من شروع کردم: بیا، بیا اینجا. وقتی نگاهش کردم قدرتش را نداشتم حرفی بزنم. تازه چیزی برای گفتن نداشتم. اشک ریزان گفت: منو دلداری نده، راجع به اون با من حرف نزن. به من نگو که اون میاد. به من نگو که اون چه ظالمانه از من دست کشید، چقدر غیر انسانی. اما چرا؟ چرا؟ حتما تو نامه من چیزی نبوده که اون خوشش بیاد. از فرط گریه می لرزید و دیگر ادامه نداد. وقتی نگاهش کردم قلبم فشرده شد. او دوباره شروع کرد: چه رفتار غیر انسانی و ظالمانه. یه خطم ننوش، فقط یه خط. یا لااقل می تونست بنویسه که دیگه منو نمی خواد، که از من منصرف شده. ولی در عرض 3 روز هیچ کاری نکرد. چقدر براش آسونه که به یه دختر بیچاره بیدفاع که تنها گناهش عشقشه توهین کنه و ضربه بزنه. وای، چقدر ظرف این 3 روز عذاب کشیدم. خدای من، وای خدای من، واقعا عذاب میکشم وقتی یادم میاد این من بودم که اولین بار رفتم پیشش، که خودمو در مقابلش خار کردم، اشک ریختم و از اون عشق گدایی کردم. ولی اون حتی یه ذره هم. ببین، گوش کن. او به طرف من برگشت و چشمان سیاهش برقی زد. اینطور نیست، نمیتونه اینطور باشه، بیفایده است. یکی از ما 2 نفر اشتباه کرده، یا تو یا من. شاید هنوز نامه من به دست اون نرسیده، شاید هنوز چیزی راجع به نامه نمیدونه. تو رو خدا به من بگو، چطور یه نفر میتونه این کارو بکنه؟ پیش خودت قضاوت کن و به من توضیح بده، چون نمیتونم بفهمم. چطور کسی میتونه با دیگری اینطور خشن و ظالمانه رفتار کنه که اون با من کرد؟ حتی یه کلمه، حتی بی وجدان ترین بی وجدان هم رحمشون بیشتر از ایناست. شاید چیزی راجع به من شنیده، شاید یکی راجع به من دروغایی به اون گفته. بعد فریادی کشید و با آخرین سوالش به طرف من برگشت: تو چی فکر میکنی؟ ببین ناستنکا، من فردا میرم و باهاش صحبت میکنم. از طرف تو؟ خب بعدش؟ همه چیزو میپرسم و همه را هم به اون میگم. بعدش چی؟ تو یه نامه براش مینویسی. فقط نه نگو ناستنکا، نه نگو. من وادارش میکنم که به این کار تو احترام بذاره. اون همه چیزو خواهد فهمید و اگه... حرفم را قطع کرد. نه دوست من، نه، دیگه بسه. حتی یه کلمه از طرف من دیگه، نه یه کلمه و نه حتی یه سطر، دیگه کافیه. من اونو نمیشناسم، دیگه دوستش ندارم، فراموشش میکنم. و نتوانست جملهش را تمام کنه. فعلا آروم باش، خودتو نگه دار، بیا بشین اینجا، بیا ناستنکا. این را گفتم و او را به طرف نیمکت بردم. من آرومم، ناراحت نباش، چیزیم نیست، اینا فقط اشکه، خشک میشم. فکر کردی میخوام به زندگیم خاتمه بدم، خودمو غرق کنم؟ بغض گلویم را میفشرد. میخواستم صحبت کنم اما توان گفتن حتی یک کلمه را هم نداشتم. دستم را در دستش گرفت و گفت: به من بگو، تو این کارو نمی کردی؟ می کردی. اگه کسی با پای خودش می اومد سراغ تو، تو به اون بی‌اعتنایی نمی کردی. قلب ضعیف و احمق اونو به رخش نمی کشیدی. در مقابل از اون مراقبت هم می کردی.
واقعا تشخیص نمیدادی که تنها بوده؟ نمیدونسته که چطوری شروع کنه؟ که چطوری از خودش در مقابل عشقش نسبت به تو حمایت کنه؟ که نباید ملامت بشه؟ که مقصر نیست؟ که کار اشتباهی نکرده؟ وای خدا، وای خدای مهربون من. نتوانستم به احساساتم مسلط شوم و فریاد زدم: ناستنکا، ناستنکا، تو داری منو عذاب میدی، دلمو میشکنی، داری منو میکشی ناستنکا. من نمیتونم ساکت بمونم، باید حرف بزنم، باید سفره دلمو پیش تو باز کنم و چیزی که قلبمو فشار میده برات آشکار کنم. این را گفتم و از روی نیمکت برخاستم. دستم را گرفت و با حیرت به من زل زد. بالاخره سکوت را شکست. چی میخواستی بگی؟ با عزم راسخ گفتم: ناستنکا، به من گوش کن. چیزی که میخوام بگم فقط یه رویای احمقانه و نومیدانه است. همش مزخرفاته. میدونم که هیچ وقت نمیتونه به حقیقت بپیونده، ولی دیگه نمیتونم ساکت بمونم. به حق چیزی که الان تو رو زجر میده ازت میخوام که پیشا پیش منو ببخشی. چشمانش را که خشک شده بود و اینک کنجکاوی و تعجب در آنها موج میزد به من دوخت و گفت: خب بگو چیه؟ چیه؟ چه اتفاقی برای تو افتاده؟ میدونم بی نتیجه است، اما من تو رو دوست دارم. بفرما، همه چی رو گفتم. از این به بعد این تویی که باید ببینی میتونی مثل گذشته به معاشرت با من ادامه بدی یا نه؟ و علاوه بر این، آیا میتونی به اون چه که قصد دارم به تو بگم گوش بدی یا نه؟ ناستنکا حرف مرا قطع کرد: چرا که نه؟ یعنی چی؟ البته من همیشه میدونستم که تو به من اهمیت میدی، اما به تو القا میکردم که اینطوری دوستم داشته باشی، اینطوری منو دوست داشته باش. وای عزیزم، عزیزم. اولش اینطوری بود ناستنکا، اما حالا درست احساس اون موقع تو رو دارم که بغچ زیر بغل رفتی پیش اون. حتی بدتر از اون چه که تو احساس میکردی ناستنکا، چون اون کس دیگه ایو دوست نداشت و تو داری. پس وضع من بدتر از وضع توه. این چه حرفیه که داری میزنی؟ من اصلا نمیفهمم. گوش بده، این کارا برای چیه؟ اما خب چرا تو، چرا یهویی؟ خدای من، چه حرفای بی سر و تهی میزنم. آخه تو... ناستنکا به وضوح گیج شده بود. گونه هایش کبود شد و نگاه خود را محجوبانه از من برگرداند. اما من چی کار میتونم بکنم ناستنکا؟ چی کار میتونم بکنم؟ من مقصرم؟ من اشتباه کردم؟ نه، نه ناستنکا، من میتونم اونو احساس کنم، میتونم بشنوم، چون قلبم گواهی میده که حق با منه، برای اینکه من هیچ وقت نمیتونم تو رو رنج و آزار بدم. من دوست تو بودم، خب هنوزم هستم، از اعتمادت سوء استفاده نکردم. به اشکایی که از چشمام میریزن نگاه کن، نگاه کن ناستنکا، بذار بریزن، ضرری ندارن، خشک میشن ناستنکا. دستم را گرفت و پیش خودش کشند و گفت: بشین، بشین عزیزم، بشین عزیز دلم. نه ناستنکا، من نمیشینم، نمیخوام بشینم، بیشتر از این نمیتونم اینجا بمونم. تو دیگه منو نمیبینی، میخوام همه چیو بگم و برم. فقط خواستم بگم که تو هیچ وقت از عشق من چیزی نمیدونستی. باید رازمو نگه میداشتم، هرگز نمیخواستم با خودخواهی در چنین لحظه ای تو رو عذاب بدم، ولی قدرت تحملشو نداشتم. تو خودت سر صحبتو باز کردی، تقصیر خودته. این تویی که باید به خاطر همه چیز سرزنش بشی، نه من. تو نمیتونی منو از خودت برونی. البته که نه، من نمیخوام تو رو از خودم برونم، نه. ناستنکای بیچاره حد اکثر تلاش خود را میکرد تا بهد خودش را مخفی نگه دارد. تو منو از خودت نمیرونی، نه. من خودم میخوام از دست تو فرار کنم. من میرم، ولی قبل از رفتن همه چیو به تو میگم، چون همین الان وقتی داشتی با من صحبت میکردی به زور تونستم خودم رو نگه دارم. وقتی که داشتی گریه میکردی و خودتو با فکر این که چه میدونم عذاب میدادی، تو داشتی دور انداخته میشدی، عشقت داشت ملامت میشد. من اینا رو احساس کردم، فهمیدم که عشق زیادی نسبت به تو دلم هست، خیلی زیاد ناستنکا، و این به تلخی آزارم میداد که نمیتونستم با عشقم بهت کمک کنم. این احساس قلب منو شکست. من نتونستم ساکت بمونم. باید حرف میزدم ناستنکا، من باید حرف میزدم. ناستنکا با حالت غیر قابل توصیفی گفت: آره، ادامه بده، با من حرف بزن. ممکنه برات عجیب باشه که من اینو میگم، اما حرف بزن، حرف بزن. بعد من حرفامو میزنم و همه چیو بهت میگم. تو برای من متاسفی ناستنکا، درسته؟ متاسف، دوست کوچولوی من. باشه، خیلی خوب، گذشته ها گذشته. تو نمیتونی حرفای زده شده رو برگردونی، اینطور نیست.
تو حالا همه چی رو میدونی، پس اجازه بده این نقطه شروع باشه. خیلی خوب، الان همه چیز عالیه، اما به من گوش بده. وقتی تو نشسته بودی اونجا و گریه میکردی، با خودم فکر کردم. به من اجازه بده بگم چی فکر میکردم. فکر کردم که البته میتونست اصلا اینطوری هم نباشه ناستنکا. فکر کردم تو تا حدی خب به نوعی کاملا متفاوت دیگه اونو دوست نداری. دیشب داشتم راجع به این موضوع فکر میکردم و پریشبم همینطور ناستنکا. پس باید یه کاری میکردم. مطمئنن باید یه کاری میکردم که منو دوست داشته باشی. تو به من گفتی خودت ناستنکا که تقریبا عاشق من شدی. خب در این صورت من باید چی میگفتم؟ خیلی خوب، فکر میکنم همه چی رو دیگه گفتم. همه یه چیزایی که الان گفتم همونایی بودن که اگه دوستم داشتی میگفتم. فقط همین و همین. پس گوش کن دوست عزیزم، چون به هر حال تو دوست منی. من آدم خیلی معمولیم، فقیرم و خیلی بی اهمیت، اما موضوعی نیست. فکر میکنم از موضوع خارج شدم، البته به خاطر اینه که خجالت میکشم ناستنکا. موضوع اینه که من اینقدر دوستت دارم که عشقم به هیچ وجه آزاری به تو نمیرسونه. حتی اگه تو هنوزم بخوای دنبال یکی دیگه بری، کسی که من نمیشناسم. چیزی که تو همیشه باید خبر داشته باشی و حس کنی قلبیه که مدام برای تو میتپه. یه قلب پر حرارت حق شناس که همیشه مال توه. آی ناستنکا، تو با من چه کردی؟ ناستنکا با شتاب از روی نیمکت برخاست و گفت بس دیگه، خواهش میکنم گریه نکن، نمیخوام تو گریه کنی. پاشو بیا با من، حالا دیگه گریه نکن. اینها را میگفت و اشکای مرا با دستمالش پاک میکرد. خیلی خوب، با من بیا، شاید منم چیزی برای گفتن داشته باشم. حالا که اون از من دل کنده، حالا که فراموشم کرده، گرچه هنوز دوستش دارم و نمیخوام تو رو گول بزنم، اما به من بگو، جواب بده. اگه عشق تو رو به دل گرفتم، یعنی اگه فقط، وای خدای من، دوست من، وقتی یادم میاد، وقتی فقط فکرشو میکنم که با خندیدن به عشقت قلبتو جریحه دار کردم، وقتی به خاطر اینکه عاشق من نشدی تحسینت کردم، وای خدایا، چی کار کردم؟ چرا امروزو پیشبینی نکردم؟ چرا؟ من چقدر بایستی احمق باشم؟ اما خب، تصمیم گرفتم همه چیو بهت بگم. حوصله کن ناستنکا، فکر میکنم باید تو رو آروم بذارم و برم. من فقط دارم زجرت میدم، وجدانت داره عذابت میده به خاطر اینکه به من خندیدی و من اینو نمیخوام. نه نمیخوام. تو به اندازه خودت غصه داری که بخوری. البته تقصیر منه، نه ناستنکا. خداحافظ. نگاه کن، گوش بده، میتونی صبر کنی؟ صبر؟ برای چی؟ من اونو دوست دارم، ولی این میگذره، باید بگذره، چاره ای نیست. الان داره همین طوری میشه، میتونم احساسش کنم، کی میدونه؟ شاید عشق اون همین امشب تموم شد، چون من از اون متنفرم، چون رفتارش نسبت به من تحقیرآمیز بود، در صورتی که تو با من گریه کردی. تو عاشق منی و این به خاطر اینه که مثل اون ولم نکردی. اون هیچ وقت عاشق من نبوده و بعدشم من چون تو رو هم دوست دارم. آره دوستت دارم، تو رو دوست دارم، همونطوری که تو دوستم داری. قبلنم بهت گفتم، میدونی که گفتم من تو رو دوست دارم برای اینکه تو بهتر از اونی، برای اینکه تو شریفتری، برای اینکه بیچاره ناستنکا آنقدر ناراحت بود که نتوانست ادامه دهد. سرش را به شانه من تکیه داد، سپس آن را روی سینه‌ام گذاشت و به تلخی گریست. سعی کردم او را آرام کنم، تسکینش دهم، اما نتوانست جلوی اشکش را بگیرد. دستم را فشار می داد و با حق حق گریه تکرار می کرد. یه لحظه، فقط یه لحظه، الان تموم می شه. می خوام به تو بگم، فکر نکن این اشکا چیز مهمیه. من فقط از ضعف گریه می کنم. یه دقیقه دیگه تموم می شه. بالاخره حق حق گریهش قطع شد. اشکایش را پاک کرد و قدم زدیم. می خواستم صحبت را آغاز کنم، اما او خواهش کرد صبر کنم. هر دو غرق سکوت شدیم تا اینکه او خودش را جمع و جور کرد و شروع کرد به حرف زدن. حالا خواهش میکنم فکر نکن من در احساساتم بی دوام و دمدمیم. با صدایی لرزان و ضعیف صحبت میکرد، اما با چرخش ناگهانی چیزی که مستقیم قلبم را نشانه گرفت و با درد شیرینی در آن نشست گفت خواهش میکنم فکر نکن که من به سرعت و آسون میتونم عاشق بشم یا خیانت کنم.
من یه سال آزگار اونو دوست داشتم و به خدا قسم که هیچ وقت حتی تو فکرم هم به اون خیانت نکردم. اون با این کار تحقیر و مسخرم کرد. باشه، اما اون به من ضربه زده، عشقمو جریحه دار کرده. من دوستش ندارم. برای اینکه من فقط میتونم کسی رو دوست داشته باشم که سخاوتمند، فهیم و شریف باشه، چون خودم اینطورم و اون لیاقت منو نداره. خب بذار اون هر جور میخواد باشه. اون خوب عمل کرد. اگه با رسیدن به اون ناامید میشدم، بعضم از اینم بدتر میشد. اگه اونو اونطور که بود میشناختم اون وقت، اما حالا دیگه همه چی تموم شده. کی میدونه؟ دوست من، کی میدونه؟ انگشتانش را دور انگشتانم محکم کرد و ادامه داد. کی میدونه؟ شاید این عشق من یه سراب بود، یه بازی خیالی. شاید تمام این ماجرا بیهوده شروع شد، چون هیچ وقت اجازه نداشتم از پیش مادر بزرگم فراتر برم. شاید این اون نبود که من باید دوستش میداشتم. شاید یکی دیگر و متفاوت با اون که دلش برای من بسوزه باید دوست میداشتم. و خب نه، اصلا بیا ولش کنیم، فراموشش کنیم. یک دفعه نفس ناستنکا برید و هیجان زده شد. من فقط خواستم بهت بگم که بگم اگه علارغم عشقی که نسبت به اون دارم، یعنی داشتم، اگه عشقت اینقدر عمیقه که میتونه یکی دیگر رو از قلب من بیرون کنه، اگه میخوای به من ترحم کنی، اگه نمیخوای با دل شکست و ناامید منو به دست سرنوشت بسپری، اگه میخوای همونطوری که حالا دوستم داری همیشه دوستم داشته باشی، قسم میخورم که حق شناسی و عشق ارزش تو رو خواهند داشت. ببینم بعد از همه این حرفا دست منو میگیری؟ حقه گریه تکانم داد. فریاد زدم ناستنکا، وای ناستنکا. بسه دیگه، کافیه. او به زحمت حرف میزد. حالا دیگه همه چی گفته شده، مگه نه؟ حالا دیگه تو خوشحالی، منم همینطور. دیگه یه کلمم راجع به این موضوع چیزی نگو. لاقل حالا دیگه نه. به من رحم کن. راجبه یه چیز دیگه صحبت کن، به خاطر خدا. باشه ناستنکا. آره البته، این دیگه بسه. من حالا خوشحالم. من بله آره، بیا در مورد مسائل دیگه حرف بزنیم ناستنکا. بیا فوراً یه موضوع خوب پیدا کنیم. آره من حاضرم. اما نمیتوانستیم بحث را عوض کنیم، چون خندیدیم یا گریه کردیم، هزاران حرف بی‌معنی و کلمات بی ربط بر زبان آوردیم، پشت دیوار یک کانال بالا و پایین رفتیم، یا اینکه به طور ناگهانی رد پاهایمان را دنبال کرده و به سمت جاده قدم زدیم، ایستادیم، دوباره به طرف نرده‌ها برگشتیم، مثل دوتا بچه شده بودیم. من الان تنها زندگی میکنم، اما فردا، البته میدونی که من فقیرم ناستنکا، همه درآمد من سالیانه 1200 روبله، ولی مهم نیست. البته که مهم نیست، ولی ما باید اجاره خونه ما در بزرگم رو بدیم. اون مشکلی برای ما نیست، ما باید ازش نگهداری کنیم. البته، بعدش ماتریونا هم هست. آره، فیولکارم داریم. ماتریونا آدم خوبیه، تنها اشکالش اینه که قدرت تخیل نداره ناستنکا، اما اینا مهم نیست. آره اهمیتی نداره، اونا هر دو میتونن پیش ما زندگی کنن، اما تو باید اساستو جمع کنی بیاری خونه ما. منظورت چیه خونه شما؟ این که خیلی خوبه، من از خدامه. آره تو با ما زندگی میکنی، ما یه اتاق زیر شیروانی داریم، الان خالیه. پیرزن خوبی مستاجرمون بود، ولی از اونجا رفت و من الان میدونم که مامان بزرگ قصد داره اونو به یه مرد جوون اجاره بده. دلیلشو پرسیدم و اون گفت خیلی ساده است، برای اینکه من دیگه رفتنیم. اما خیال نکن دارم برای تو جفت میارم ناستنکا، ولی من دلیلشو خیلی زود فهمیدم. وای ناستنکا. با هر دو شروع کردیم به خندیدن. بس کن دیگه، بس کن. من یادم رفت بپرسم کجا زندگی میکنی. اونجا نزدیک پل، تو خونه بارانیکوف. اون یه خونه خیلی بزرگه، نه؟ آره یه خونه خیلی بزرگ. آره میدونم، خونه قشنگیه. اما ولش کن، هر چی زودتر اساسیتو بیار خونه ما. به محض اینکه صبح بشه ناستنکا، به همین نزدیکی فردا. من یه کمی اجاره بدهکارم، اما مهم نیست، چند روز دیگه حقوق میگیرم. میدونی من شاید تدریس کنم، یعنی اول باید یکم مطالعه کنم و بعدش شروع کنم به درس دادن. خب این که خیلی عالیه، منم به زودی پاداش میگیرم. پس تو فردا مستأجر ما میشی؟ آره
و بعدش با هم میریم به دیدن تئاتر آرایشگر سویل، چون به زودی دوباره شروع میشه. ناستنکا با خنده گفت: آره میریم، اما نه نه، من ترجیح میدم یه اپرای دیگه ببینم، نه آرایشگر سویل. خیلی هم خوبه، باشه یه اپرای دیگه، البته این خیلی هم بهتره. ببخشید که اصلا این به فکرم نرسید. با این لحن صحبت کردیم و قدم زدیم، گویی سرمست بودیم، انگار گیج بودیم و نمی دانستیم چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد. به نقطه ای رسیده و ایستاده بودیم، مدتی طولانی با هم صحبت کرده و بار دیگر به راه افتاده و خدا می داند تا کجا رفته بودیم. بسیار خندیدیم و بسیار گریستیم. ناستنکا خواست به خانه برگردد. جرأت نداشتم از این کار منصرفش کنم، اما می خواستم درست تا آستانه در منزلش همراهیش کنم. تا آنجا رفته و با کمال تعجب یک ربع بعد باز هم خود را نزدیک کانال یافته بودیم که روی نیمکتمان نشسته ایم، یا اینکه او ناگهان اشکی در چشمانش حلقه زده و آهی کشیده و من هم دلم لرزیده و خونم منجمد شده بود. اما لحظه ای بعد دستم را نوازش داده، مرا به دنبال خود کشید که دوباره قدم بزنیم، گپ بزنیم و وراجی کنیم، تا اینکه بالاخره ناستنکا گفت: الان دیگه وقتشه، واقعا وقتشه که برم خونه، باید خیلی دیر شده باشه، به اندازه کافی مثل بچه ها رفتار کردیم. آره ناستنکا درسته، اما من امشب خوابم نمیبره، من اصلا خونه نمیرم. منم فکر نمی کنم بتونم بخوابم، اما منو تا خونه همراهی کن لطفا. البته باشه. اما این دفعه واقعا باید بریم خونه ها؟ آره البته که باید بریم. قول میدی؟ چون به هر حال باید به موقع برگردم خونه، میدونی که. قول میدم. خیلی خوب، پس بریم. بریم. ناستنکا آسمون نگاه کن، نگاه کن، فردا روز خیلی قشنگیه. به ماه نگاه کن، ببین آسمون چقدر آبیه. نگاه کن، اون ابر زرده داره میره که ماهو بپوشونه. ببین ببین. اما نه، رفت. حالا نگاش کن، نگاه کن. اما ناستنکا ابر را نگاه نمی کرد، او در همان نقطه میخکوب شده و حرفی نمی زد. بعد احساس کردم که صمیمانه به من نزدیک می شود. دستش را که در دستم می لرزید احساس کردم، نگاهش کردم، محکمتر به بازویم تکیه داد. مرد جوانی از مقابل ما گذشت، اما ناگهان ایستاد، با دقت به ما نگریست و راهش را ادامه داد. قلب من فرو ریخت. آرام گفتم: ناستنکا اون کیه؟ آهسته گفت: خودشه. و خودش را بیشتر و هراسان‌تر به من چسباند. زانویم کاملا سست شده بود. صدایی فریاد زد: ناستنکا، ناستنکا، این تویی؟ و مرد جوان بلا فاصله به ما نزدیک شد. خدای من، ناستنکا فریاد و فغان سر داد و از بغل من کنده شد و به سوی او پرواز کرد. ایستادم و آنها را نگریستم. کاملا پایمال شده بودم. ولی ناستنکا که به زحمت دستش را به او داده، خود را در آغوش او انداخته بود، ناگهان به طرف من برگشت. او بار دیگر به سرعت برق و باد پیش من برگشته بود. و قبل از اینکه بتوانم حواسم را جمع کنم، دستایش را به دور گردنم حلقه زد و گرم و محکم مرا بوسیده، سپس بدون اینکه یک کلمه بگوید، دوباره به سمت او یورش برده، دست او را در دستانش گرفت و او را کشید و با خود برد. مدتی طولانی ایستادم و آنقدر آنها را از پشت سر نگاه کردم تا اینکه هر دو بالاخره از نظر ناپدید شدند. صبح فردا. صبح بر پایان یافتن شبهای من دلالت می کرد و روز رقت‌آور بود. باران می بارید و آهنگی غم‌انگیز بر پشت شیشه های پنجره اتاق من می نواخت. اتاق محقر و تاریک و آسمان غم زده بود. سرم به شدت درد می کرد و دوران داشت. تب به تمامی اندام هایم می خزید. ماتریونا را بالای سرم دیدم که ایستاده و میگوید: یک نامه دارید آقا. پستچی آورد. با پست رسیده. یک نامه؟ از کی؟ فریاد زدم و از روی صندلی پریدم. ماتریونا گفت: این را دیگر نمیدانم آقا. نگاه کنید ببینید، شاید روی پاکت نوشته باشد از کیست. پاکت را گشودم. نامه از او بود. ناستنکا نوشته بود: مرا ببخش.
آه مرا ببخش، در مقابلت زانو زده تقاضای بخشش دارم. من هم خود و هم تو را فریفتم. آن یک رویا بود، یک خیال. امروز فکر تو قلبم را می فشارد. مرا ببخش، ببخش. در مورد من سخت گیرانه داوری نکن، چون کشش من به سوی تو اصلا تغییر نیافته. گفتم که تو را دوست خواهم داشت و دوستت هم دارم، حتی بیش از اینها. آه خدای من، ای کاش می توانستم هر دوی شما را همزمان دوست داشته باشم. ای کاش تو او بودی و او تو. ناگهان فکری به خاطرم رسید. حرفهای خودت به یادم آمد ناستنکا. خدا می داند حقیقت را می گویم، کاری که نباید برای تو کردم. می دانم تو غمگین و آسیب دیده ای. من به تو صدمه رساندم، اما می دانی که اگر انسان کسی را دوست داشته باشد او را زود می بخشد و تو البته مرا دوست داری. از تو متشکرم، به خاطر این عشق از تو متشکرم. زیرا همانند رویایی شیرین که مدتها پس از بیداری به یاد آدم می ماند، در خاطرم نقش بسته است. من همواره لحظه ای را که تو با آن همه صفای برادرانه سفره دلت را در برابر من گشودی و آنقدر سخاوتمندانه هدیه قلب مرا، قلب شکسته مرا پذیرفتی که مراقبش باشی، که نوازش و پرستاریش کنی تا دوباره به زندگی برگردد، به یاد خواهم داشت. اگر مرا ببخشی، خاطره ای با حق شناسی جاودانه نسبت به تو محترم و مقدس در من باقی خواهد ماند. احساسی که هرگز از قلبم زدوده نخواهد شد. من این خاطره را پاس خواهم داشت و نسبت به آن وفادار خواهم ماند. رهایش نخواهم کرد. من برای همیشه با قلبم رو راست خواهم بود. دیشب دل من چه شتابگر به سوی کسی پرواز کرد که عمری به او تعلق داشت. ما همدیگر را ملاقات خواهیم کرد. تو به دیدن ما خواهی آمد. ما را ترک نخواهی کرد. برای همیشه دوست و برادر من خواهی بود. و وقتی مرا ببینی با من دست خواهی داد. اینطور نیست؟ تو با من دست خواهی داد. تو مرا بخشیده ای؟ نبخشیده ای؟ آیا تو همچنان عاشق من مانده ای؟ آری، عاشقم بمان، ترکم مکن، چون من در این لحظه بی اندازه دوستت دارم. من لایق عشق تو هستم، می خواهم لایق عشق تو باشم. عزیز من، دوست عزیزم، هفته دیگر قرار است با او ازدواج کنم. او برگشت، عاشق، هرگز فراموشم نکرده بود. اگر دوباره از او می نویسم، عصبانی نشو. می خواهم با او پیش تو بیایم. تو محبتت را از او هم دریغ نخواهی داشت. خواهی داشت؟ مرا ببخش، دوستت دارم و به یاد تو هستم. ناستنکا. نامه را باز هم و باز هم خواندم. میخواستم گریه کنم. بالاخره نامه از لای انگشتانم فرو افتاد و صورتم را با دستهایم پوشاندم. ماتریونا گفت عزیزم چی شده؟ ببین، من همه تارنکبوت ها را جارو زدم، همه جا را تمیز و آراسته و کاملا مناسب یک عروسی یا مهمانی کردم. اگر کسی را در نظر داری معطل نکن. به ماتریونا نگاه کردم. او یک زن جا افتاده، دل زنده و مهربان بود. ولی ناگهان نفهمیدم چرا به نظرم رسید که پیر و خمیده است. چین صورتش را پر کرده و چشمانش بی حالت بود. نمیدانم چرا، اما ناگهان به خیالم اتاق هم مثل ماتریونا پیر شده است. سقف و دیوارها دود زده و همه چیز چرک گرفته بودند و تارنکبوت‌ها قطورتر از همیشه به چشم می‌خوردند. نمیدانم چرا، اما وقتی از پنجره به بیرون چشم دوختم به نظرم آمد خانه روبرویی هم فرسوده و چرک است. گچه ستونهایش ریخته، کتیبه ها سیاه و چاک خورده و دیوارهای زرد کمرنگ اینک ابلق می نمودن. شاید به این علت که اشعه خورشید که آنچنان غیر منتظره تابیده بود دوباره پشت ابرهای بارانی پنهان شده و دوباره همه چیز در مقابل چشمهایم یک بار دیگر کثیف جلوه می کرد. یا شاید به این علت که دور نمای تمامی زندگی آینده من در مقابلم غم‌انگیز و بی‌پناه گسترده بود و من خود را آنطور که الان هستم می دیدم. درست 15 سال دیگر یک مرد مسن در همین اتاق قدیمی
به تنهایی همیشه با همین ماتریونای پیر که زمان هیچ اثری بر روی هوش و ذکاوت او نگذاشته است. اما ناستنکا، این که من روی اشتباهاتم خواهم لمید هرگز، که شادی پاک و سعادتمندانه تو را با ابر غم تیره خواهم کرد هرگز، که برای قلب تو با ملامتی تلخ نومیدی خواهم آورد هرگز، و یا اینکه آن را با دردهای پنهانی وجدان جریه دار کرده و وادارم که در لحظات وجد با غم بتپد هرگز. هرگز یکی از آن گلهایی را که تو به جعد مشکینت زده و پا به پای او به سوی محراب کلیسا پیش می روی پژمرده نخواهم ساخت. آه هرگز، هرگز. بگذار آسمان زندگی تو همیشه صاف، لبخند شیرینت پیوسته شاد و دور از درد بماند، به خاطر آن یک لحظه شادی و سعادتی که به دلی دیگر ولی حق شناس و تنها دادی تا ابد سعادتمند باشی. خدای مهربان، یک دقیقه تمام سعادت حتی برای یک عمر چرا کافی نیست؟